بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. دوشنبه هست، پنجم ماه جون سال 2017 میلادی و برابر با 15 خرداد 1396. امروز فهمیدم که چقدر پیر شدم. یادم افتاد به 15 خرداد 1342 در شهر شیراز که صدای چند تا گلوله که اصلا ما اون موقع ناآشنا بودیم آمد و مدرسه رو تعطیل کردند و ما هم خوشحال رفتیم به خونه هامون. بعد دیدیم که یکی یکی فامیل میان اونجا ببینن این خلیل سربی که کشته شده داداش ما بوده یا خلیل سربی دیگه ای، چون دو تا خلیل سربی بوده، یکی داداش بزرگ من که هنوزم هم همینجا در ویرجینیا هست، امیدوارم عمری طولانی داشته باشه، و یکیش عزیز خلیل سربی که بچه آقای پسر آقای عزیز سربی بود و اون از ماها بزرگتر بود، و این عزیز سربی شوهر خواهر آقای دستقیب بود، همون دستقیبی که منفجر شد. و براتون از بدذاتی آخوندا بگم همین که اینا نه که فقط میان کتابخونه شیراز و کتابخونه ملی رو اسمش عوض میکنن میذارن کتابخونه دستقیب، فامیل مردرم عوض میکنن. خلیل سربی فامیلشو عوض کردن گذاشتن خلیل دستقیب. چرا؟ که یه اعتباری بگیرن، بگن ما از اون موقع انقلابی بودیم، در صورت که اون بنده خدا پدرشم از به اصطلاح از دست دادن این فرزند دیوانه شده، اصلا پیاده را افتاده بود بره تهران دنبال پسرش. بماند، روزگار غریبیش نازنین. و امروز من گفتم 1396 تا 1342، 54 سال پیش من کلاس اول بودم. ایداد بیداد. خب و اما حالا 15 خرداد توی ایران چه خبره؟ جشن میگیرن، عزا میگیرن، ما که گیج شدیم. این جشن و عزای مسلمان ها هم هنوز یاد نگرفتیم. امروز آقای سهیلی یه چیزی فرستاده بود، نوشته بود نه آقا این مسلمان ها رو هی کسی هم تفسیر و تعبیر نکنه، قرآن قشنگ میگه که اسلام چیه. من بهش گفتم آقای سهیلی خیلی خوشحالم که شما اینو گفتی، چون من تصمیم گرفتم اسلام رو ول کنم و برم مسیحی بشم. ولی صبر کن آقا، قبل از اینکه مسیحی بشیم بیا این ویدیو رو با هم ببینیم. یه ویدیو برای ایشون فرستادم، حالا منتظرم. آقای سهیلی تنها به قاضی میره. خب یه مهر و عشق و علاقه ای داره به اون دوران، وضعشون تو ایران خوب بوده، باباش نمیدونم مثلا فکر کنم یکی از اونایی بوده که بورس دانشجویی گرفته بوده رفته، خودش همه تقریبا همه جوونیشو میشه بگیم در خارج بوده و اینها. در هر صورت اینا درک نمیکنن که آقا خانم اگه همه ملت وضعشون مثل شما بود که انقلاب نمیشد. حالا من و شمایی که درک میکنیم اجازه بدید بریم این صفحه سربی و این ویدیوی امروز رو با مردم تیوی هم به اصطلاح شیر کنیم، در میون بگذاریم و بگیم چی؟ بگیم سربی با مردم. بله، سربی با مردم امروز هم هست، پنجم ماه جون سال 2017 برابر به کجا هستیم؟ با USA و برابر هست با 15 خرداد. ما اینجا اسم مردم تیوی رو میذاریم که اگر شماها فقط از طریق فیسبوک با ما آشنا هستید بدونید که تلویزیون مردم از طریق مردمتیوی.com اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان است و هیچ کس تا امروز نیومده بگه که نه این درست نیست. یه احمقی، یه چیز معتادی هست، شاعر معتادی، البته بعضی ها میگن این شعراش هم خواهرش در ایران میگه
و اونا چون تو ایرانن این شعرها رو کش میره. در هر صورت مسعود امینی یه دفعه گفت آقا این مردم تیوی مال من بوده. گفتیم اه کجا بود، کجا گمش کردی که ما پیداش کردیم؟ گفت آره من توی کالیفرنیا یه برنامه داشتم به نام صدای مردم. میگم صدای مردم چه کار مردم تیوی داره؟ بعد تا بیچاره اگر بلد بودی توی آمریکا 50 تا استیت، شما 50 تا SCC State Corporation Commission فکر کنم اگه باشه یه هم چیزی SCC میتونی بری 50 تا مردم تیوی داشته باشی، فقط طاقت داشته باش سال تا سال پول به اصطلاح اون رجیستر یعنی ثبت نامش رو بده، چون اینجا ولد نمی کنن. اینجا وقتی ثبت نام میکنی تازه بهشون میگی که بفرمایی این اسم و این فامیل من و من آدم خوبی هستم، قانون رو رعایت میکنم. میگن خب حالا که قانون رو رعایت میکنی سالی یه بار پول بده، همینجوری بی هی سال به سال برات میفرستن. بماند بریم سراغ کتاب بابک هروی که دو روز اشک من رو در آورد دوستان، و یه چیزی من به ایشون گفتم که حالا حرفم رو پس میگیرم. کهنه سرباز دوستان نمیدونم پیدا هست نوشته قرمزش، حالا عکسش رو از رو وبسایت خودش بهتون نشون میدم، از رو فیسبوک خودش، و این عکس حقیقی خودشه. این جوان در سال 1300 و چند 1361 بوده 62 بوده نمیدونم. وقتی که من این کتاب به دستم رسید برای ایشون نوشتم تشکر کردم که کتاب به دست من رسیده، و طبق معمول در برنامه به خاطر اینکه شما 15 دلار کتاب، 7 دلار پول پستش، 22 دلار زحمت کشیدی رفتی، بابا جون به کوه آواز خوش ده تا خوش آید، به سنگم شما اگه حرف میزنی، اگه هر خوب حرف بزنی اون خوب جواب میده. خلاصه ما هم تشکر میکنیم. آمریکایی‌ها میگن what goes around comes around، همون چیزی که خودمون میگیم با هر دستی میدی با همون دست میگیری، یه چیزی مثل این. خلاصه ما در برنامه گفتیم و به شما دوستان قول دادیم که این رو در ویکند میخونم. من ویکند وقتی هم میرم سر کار باز وقت دارم تا نمیدونم عروس بیاد، داماد بیاد، صاحب مهمون بیاد، فلان، میشینیم به جایی که مزخرف بگیم با دیگران کتابی که میبریم همراهمون میخونیم. و فکرش کردم که 200 صفحه توی دو روز میتونم بخونم. روز اول 56 صفحهشو خوندم. برای آهان وقتی کتاب به دست من رسید برای این نوشتم بابک تو که میدونی ما ایرانی ها اهل کتاب خوندن نیستیم. این روزا هم که هممون یا تو ماشین داریم میریم یا گوشی تو گوشمونه یا سر کاریم، اینا این کتاب رو به صورت گویا، اینجا میگن audible، فکر کنم از آدیو بوکی هم چیزی میاد. خلاص و مثلا بارها گفتم خود من وقتی میخوام مسافرت برم یک کتاب اینجوری رو میذارم روی سی دی روی ماشین، توی ماشین میذارم گوش میکنم میرم. به چند دلیل. اولا شما اگه یه نوار داشته باشی خسته میشی ازش، اگه رادیو داشته باشی رادیوت مثل من باشه که از اینجا میری یه جای دیگه استیشنش نمیگیره دیگه، مگر اینکه رادیوهای سیریوس که ساتلایتی هست داشته باشی که ماهیانه 15 دلار 10 دلار باید بدی. در صورت به نظرم این یه کار خوبیه، و من به ایشون که پیشنهاد کردم که اینو خودش با صدای خودش بخونه و منم از تلویزیون مردم پخش میکنم، ایشون گفت که باشه، به مجرد این که خستگی این نوشتن و چاپ و پخش و اینا از تنم بره بیرون من این کار رو انجام میدم. من پیش خودم گفتم که خب کتاب که کلی طول کشیده نوشته، بعدم تا اونا چاپ میکردن این که یکی یکی با دستش نمیخواست فوتوکپی یا پولیکپی کنه خستگی نداره. وقتی این کتاب رو خوندم دیروز به صفحه 100ش که رسیدم براش نوشتم که بابک دیگه نمیتونم بخونم و باید یکم صبر کنم. چنان به اصطلاح منو بردی توی اون سال و توی اون جنگ و اینها، چون خود من یکی از اونایی بودم که وقتی خرمشهر و آبادان و اینها رو عراقی ها اومدن حمله کردن با اون تبلیغات قوی که تو رادیو تلویزیون میشد، منی که سربازیمو 2 سال قبلش رفته بودم و تموم بوده و اینها و چقدرم از سربازی بیزار بودیم، بلند شدیم زن و بچه و کار و زندگی و خونه رو ول کردیم رفتیم جبهه. اینجوری بود اون دوره دوستان. تنها
خیلی قشنگ نوشته، خیلی خودمونی نوشته، خودش هم قشنگ ساده نوشته که خب بالاخره توی کار نوشتن و اینها اشتباهاتی هست، توی کار چاپ غلطای املایی ممکنه به وجود بیاد و اینها، اونا معمولیه برای هر کتاب. تنها اشکالی که من میتونم بگیرم از این کتاب، چون آقای شهافر میگه، میگه عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. چون حالا تعریفش کردیم، کتاب خوبیه، به شما پیشنهاد میکنیم برید بگیرید. روی بابک هروی رو به فیسبوکش برید بگیرید و بخونید و شما هم نظرتون بنویسید. تنها عیبی که من دیدم توی این، یک دلگیری یا یک دلخوری هست که فکر کنم بابک هروی توی 30 سال بعد از این ماجرا این دلخوری رو از بسیجی ها و از سپاه و اینها پیدا کرده. بابک عزیز، بسیجی ها اون موقعی که تو جنگ بودن، جنگ 1 سال بعد از انقلاب شروع شد، 8 سال هم طول کشه، اینا آدم های سوء استفاده کنی نبودن، اینا آدم های پولداری نبودن. سپاه پاسدار اون روز، بله شما میتونی بگی یه پدر سوخته مثل محسن سازگارا درستش کرد، ولی یه سری آدم های بدبخت خوشباور خوشدل رفتن اونجا. یه فیلمی من دیدم یه مدت پیش به اسم ضد گلوله، این فیلم قشنگیه، اگه یه وقت وقت کردین روی اینترنت هست پیدا کنید، روی این ایرانیان تی وی آی پی هم هست، توی قسمت فیلم ها توی اونم میتونید نگاه کنید، برید ببینید چه آدمایی رفتن اونجا. بله خیلی هاشون رفتن که کشته بشن، انقدر زندگیشون بد بود، انقدر زندگی بهشون فشار می آورد، گفت برم کشته بشم، شهید بشم، بلکه خانوادهش یه پولی گیرش بیاد، یه حقوقی گیرش بیاد. من یادم اون آقای عبدالرحمن جزائری، این وقتی رفت بسیج شیراز، رفت آبادان، این آدم یه آدم درست حسابیه، این احتیاج به پول و احتیاج به اینا نداره. و یه چیز دیگه توی نوشته های شما نوشته بودید که همه پارتی بازی میکردن، سربازی نرن و اینها، حتی بچه یه نمیدونم باغدار رفسنجانی پارتی بازی کرده بود نرفته بود و اینا. من یه سوال دارم دوستان، ببینید از بس این تلویزیون های کالیفرنیا افرادی مثل این آقای رضا فاضلی آمدن دروغ گفتن که آقا این آخونده میمد خونه مامان من 2000 میگرفت روزه میخون، آخونده اومد من براش فولکس واگن خریدم، من نمیدونم ایشون هنرپیشه بوده، ماشین به خرد و فروش بوده، فولکس واگن خریده، قسط‌بندی کرده داده به رفسنجانی. اینا پول نداشتن عزیز من، اینا که شب اولی که رسیدن ایران که ننشستن تقسیم کنن. بعد تا موقعی هم که جنگ بود که ببخشید حواسشون یه جای دیگه شون بود، از ترس که همین ایران از دست بدن، خودشون کشته بشن، فراری بشن، مردم تیک تیکشون کنن، اینا میمانند، اینا بعدش این سوء استفاده ها و اینا. ولی اگر اینجوری شما میگید ایشون از قبلش با آقای پسته داشته و فلان، خب آقای رضا فاضلی دروغ گفته، مزخرف گفته. در هر صورت میذاریم بابک یه استراحتی بکنه، بعد یه روزی سر فرصت باهاش مصاحبه میکنیم. دوستان اگر شما هم این کتاب رو گرفتید و خوندید و نظراتتون نوشتید، لطف کنید نظرتون رو برای منم بنویسید تا من به اصطلاح اونها رو اینجا بگم. بذارید من یه دفعه دیگه صفحه فیسبوک بابک هروی رو نشون بدم بهتون و این کتاب کهنه سرباز. تازه وقتی من خوندم اول فکر کردم منظورش خودشه، بعدن دیدم کهنه سرباز به اونایی میگه که از خودش قدیمی تر بودن توی به اصطلاح ارتش و به اونا میگه. ببینید نوشته بابک هروی، خیلی ساده، اصلا امکان نداره چیزی رو اشتباه بکنید، اسم و اینها، عکسش معلومه، گیتارش رو گذاشته اون بالا چون گیتار میزنه، موزیسیانه. و این پایین نوشته کتاب کهنه سرباز، وقتی روش لینک میکنید شما رو میبره توی این صفحه‌ای که میتونید اینجا ارده بدید و بخرید. اینم یه قسمتی از وبسایت خودشه،
باز وبسایت خودش هم هست، بابک خط فاصله هروی، و این myshopify.com. این هم یه سرویسیه که لابد ما چون اینجا چیزی برای فروش نداریم به اصطلاح اینو وارد نیستیم، ولی بابک وارده. بابک یادتون باشه دوستان کارش اصلا کارهای کامپیوتر و اینها هست و یک شرکت موفق و بزرگی هم داشته که خب طبق معمول دوستان لطف کردن و کلاهبرداری، و این بند خدا هم مدت ها در دادگاه و فلان اینها، بعدم دیگه فکر کنم گفت که بابا از خیرش گذشت. اینم از کتاب بابک هروی کهن سرباز. و اما امروز آقای سهراب چمنارا با ما خواهند بود تا طبق معمول درباره شاهنامه، این کتاب مقدس به قول ایشون، نه به قول من، من میگم هیچ چیز مقدس نیست، شما خدا عصبانی شدی فوش به خدا بده، بهش شک کردی ازش سوال کن، پس مقدس نیست. اگه یه خدایی اینقدر بدبخت و ذلیل باشه که خودش رو مقدس کنه، شما رو بترسونه، براش نمیدونم نماز بخونید، دعا کنید، فلان کنید، حرف بد نزنید که من میبرمتون توی جهنم، و اگه این کارا رو بکنید میبرمتون تو بهشت، این خدای عقب افتاده من نمیخوام خدای من باشه، این خدای ذلیل محتاج. این یکی. دوم این که درباره قانون اساسی میخوان صحبت کنن. اولین سوال من از آقای چمنارا این خواهد بود که ایشون که اینقدر علاقه پیدا کرده به قانون اساسی، هم خودش، هم قانون اساسی که آقای دکتر نصر احمدی نوشته، هم قانون اساسی که حالا این پسرک بچه پررو فخرآور اینا رو گذاشت سر کار و آورد و اینها، خب چرا تو این جلسه شرکت نکرد؟ اگه کسی اینقدر باور داره اون شرکت نمیکنه، خب از دیگران انتظار داره، و ببینین چی خواهند گفت. آقای شهافرم که 2 ساعت و 10 دقیقه ما چند روز برنامه رو گذاشتیم و پخش کردیم، صحبت کردن درباره مسافرت و آمدن و رفتن، خدا وکیلی من چیزی نفهمیدم. آقا قانون اساسی رو نوشتن، این مثل 10 فرمان، این کوهی هم که اومدید شما اینجا، اومدید کوه سینا، آقای فخرآور خدای شما، شما هم حضرت موسی، این قانون رو داد دستتون، حالا میخواین چه کار کنید؟ آقا وقتی برمیگردی یهودی ها همون یهودی هستن. میبینی همین امروز هم چه کار میکنن؟ میگه نمیدونم آدم نباید بکشی، فلان همسایت فلان نباید بکنی، همش فلان فلان فلان، تازه 10 فرمان هم نبوده، گویا 20 فرمان بوده. ببینیم آقای شهافر چی میگه. آقای شهافرم هی به من میگی که آقا شما قرار بود به من وقت بدی بیام صحبت کنم. میگم آقا جون من که بیکار نیستم اینجا وایسم جارو کنم، آب بپاشم، بالشا رو بذارم، قلیون و چای دم کنم، شما بیای حرف بزنی، بعدم بری دنبال کارت. اگه خاصی روزی به دو صورت، یا ویدیو درست کن بفرست اینجا پخش کنیم مثل همه پولشو بده، یا اینکه اگه خاصی مهمون ما باشی اونم یه برنامه میایم قشنگ از این ساعتایی که اینجوری میچرخه، ما تا ساعت اینجوری هم داریم، ببینم این ساعته، بله ببینید این ساعت توی این دیده میشه، این تایمره، اینو رو دستگاه های ورزشی میذارن که ببینه چقدر راه رفتید یا چقدر دوچرخه پا زدید و الی آخر. از این ساعت ها هست، زنگ هست، ساعت رو اینترنت هست، ولی شما از این که هی بخوای بیا یه چیزی رو تکرار کنی، بله رضا شاه پل نمیدونم فلان ساخت، آقا ساخت که ساخت، وظیفش بود، خواهی که پل نمیساخت پس کارش چی بود؟ همینجور وایس تریاک بکشه؟ الان دیدم مثلا دوستان عکس آقای خامنه ای رو فرستادن که این عکس با پیپ بوده، کردنش با وافور، برفرض که وافور میکشه. آقا خانم ما که هممون میدونیم توی خانواده های هر کدوممون، من عموم وافور میکشه، بابا همیشه باهاش دعوا میکرد، بهش هم میگفت که تو باید بری تو سوراخ اتاق قایم بشی وافور بکشی، ولی میرم نیرم تو خیابون چهار زن عرق میخورم، که البته بعد دوره عوض شد، اما میخندید میگو حالا شما عرق خورا باید برید تو سوراخ عرق بخورید، ما هر جا میریم بساط بافور و وافو، که سال 2005 هم عمو امام فوت شد دیگه، نه عمو داریم نه بابا داریم،
شدیم یه مشتی آدم های بی پدر مادر. چی میگم؟ خب خوشحالم آقای علی ترابی دوست نازنینمونم روی برنامه هست، تا یه وقتی هم با ایشون در رابطه با خاطراتش این زندگی، من ایشون از هنرستان میشناسم و جالبه این انقدر تخص بود که تو هنرستان همه اینو میشناختن ولی این همه رو نمیشناخت. بعد تصادف این بود که ایشون شد هم دوره سربازی داداش من و اونجا توی شهربانی تهران دیدمش و بعد دیگه ندیدمش. و جالبتر از همه این که ایشون یکی از مخالفای برنامه من بود. یه دفعه من یه صحبتی کردم، ایشون نوشت که سرب داغ باید بریزیم توی گلوی این سربی. من یه اسمش نگاه کردم، عکسش نگاه کردم، گفتم علی تو هم علی ترابی خودمون هستی؟ بعد گوه ها خودم هم شیرازی ها به بله میگن ها کاکا خودم هم. گفتم خب من چی گفتم که شما میخوای سرب داغ بریزی تو گلو من؟ شما که الان مسیحی شدی، این آقای مسیح که میگه تازه اگه سربی اومد زد تو گوشه صورتت کج شد، برای که صورتت صاف بشه این ورشم بگی که بزنه صاف بشه، چجوری میخوای سرب داغ بریزی تو دهن هر کسی باش مخالفی؟ بعد دیگه گفت نه آقا دوست شدیم و اینها. حالا برای من میره دعوا میکنه به این و اون. میگم آقا دعوا نکن، بهشون بگو اگه حرف حساب دارید، اگه منطق دارید، این سربی که خودش میگه من نه سواد سیاسی دارم نه سواد دینی دارم، یه انقدی رشته برق بلد بودیم که اونم پوسید پوکید رفت تموم شد، بیان باهاش بحث کنید. بعد ملت قضاوت میکنن چرا میترسی. و اما درباره ترس و وحشت، روز جمعه ما یه برنامه داشتیم با دوستان در کانون آوا، چند تا از همشهریای عزیز من خواهرای ایرانپور مهمان برنامه ما بودن. یه آقایی به نام آقای احمد وحدانی که من تا مدت ها فکر کردم این احمد وجدانیه، وجدانی ها فامیلای ما هستن. بعد احمد، محمود، صادق، اینا همشون به اصطلاح ماشاءالله خانواده پربچه‌ای هم بودن، همشون دوستای ما با وجودی که فامیل پدرین بودن، اینها دختر خاله بابای من به اصطلاح مادر اینها بود. و اون موقع مثل الان نبود که برادر از برادرش خبر نداشته باشه. اون موقع نمیدونم این دختر عموی پسر عموی پسر خاله باباد بود، هر دو هفته یه بار میدیدیشون، تو مدرسه میدیدیش، تو مهمونی ها میدیدیش. امروز الان براتون نشون میدم، یه خانم به نام خدیجه شریعت تشکر کرده از فیسبوک به خاطر دوستی 7 سالشون. ببینید چقدر ما تنها شدیم. یه فیلمی هست اگه ندیدید این فیلم رو حتما ببینید، این بر اساس یه داستان حقیقیه. این چکایی که امروز من و شما می‌نویسیم شماره زیرشه، نمیدونم راودینگ نمبر داره، بانک‌ها مشخصات اینا داره، این شروعش از دزدیایی شده که اون آقا انجام میداد. یه پسر 16 ساله مامانش و باباش مشکل پیدا میکنن، طلاق میخوان بگیرن، وکیله، حالا داستانش همش براتون نمیگم، وکیله کاغذ میذاره جلو این میگه تو میخوای با مامانت باشی یا با بابات باشی. این بدبخت میگه خدایا اینا تا دیروز زندگی خوبی داشتن، من بچه هر دوشون بودم، حالا بگم با کدومشون، که هم اون ناراحت نشه هم خلاصه. از خونه فرار میکنه، از خونه که فرار میکنه میره تو کار این تقلب و چک و ادای خلبانا رو در میاره، ادای دکترا رو در میاره و اینها. و یک مامور FBI با چندین مامور میافتن دنبال این. حالا طرف میگه آقا فیلمه رو که تعریف کردی، خب $13 و $17 و این روزا سینما که میخوای بری $30 باز وقتا پا در میاد، بدین به من. در هر صورت البته خدا رحمتشون کنه. نه بابای من نمیکشید عزیزم، خیلی هم از تریاک بدش میاد. بابای من عرق میخورد، همه عمرش هم نماز نخوند. بابای من از شوهر خالش که ملای مکتب بوده فرار از مکتب و با از آخوندان بدش میاد. ولی 3 آخوند توی فامیلمون بود، یکی آقای مجد، یکی آقای
جزایری، یکی هم همین دستقه. بعد با مصباحی ها هم دوست بودیم، این از این. بعدم خانه ای بابای من میکشید، به شما چه مربوط عزیز من؟ من الان باید یه ویدیو نشون میدم، طرف نشسته تریاک میکشه، تو ایران هم هست، از مبلش معلومه. یک کمی این شمالی ها میگن وابده، وابدید، یک کمی راحت باشید. وقتی شما راحت باشی، وقتی من ببینم بینندم آدم عوضی و بدبختی نیست، منم بیشتر راحت تر صحبت میکنم. شما نگاه کنید این مجری های برنامه های تلویزیون ایرانی همشون انگار یک عصا قورت دادن. آقای صد دیدید؟ آدم او اینجوریست اونجور. بریم آقای کی اسمش؟ شمیرانی. شما اینا رو اینجوری سیخ کردید. بذارید راحت باشن، بذارید مثل خودتون باشن، بذارید مثل تو مهمونی ها باشن. من خیلی محاسن دارم، الله اکبر، ماشالله ماشالله. یکی از محاسنات من اینه که آقا من اینجا خودم همینم که هستم، بیرون همینم، تو مهمونی همینم، تو سینما همینم، تو سیزده به در همینم، عرق بخورم همینم، آبجو هم بخورم همینم. ولی شماها تغییر میکنید. منظورم از شماها اونایی هستن که اینجوری. ما اون روز گفتیم انشالله آقای انصاری هم میاد برنامه بذاره. طرف میگه آقای سلبی من شما رو دوست دارم، ولی شما یک کلمه گفتید که دل من گرفت. میگم چی گفتم؟ میگه گفتید انشاءالله، چرا نگفتید امیدوارم؟ خودتون از صبح تا شب یه نوار بذارید، مکالمات، امیدوارم تنها نباشید با هیچ که صحبت نکنید، مکالمات خودتون رو گوش کنید. براتون گفتم آقای هادی خورسندی آمد رفت تگزاس برنامه گذاشت. خب وسط دوتا برنامه همه دیگه بالای 50-60 سال وادی دستشویی برن و اینها، بعدم طرف بگه آقا مثلا 20 دلار دادیم 30 دلار دادیم، 3 ساعت برنامه، یه ساعت برنامه میذارن، میگن 10 دقیقه بریک، 10 دقیقه میشه نیم ساعت، به 45 دقیقه با زور میکشنمون میارمون اونجا، یه ساعت دیگه هم برنامه، برو به سلام. میگه وسط اینجا میگن اینترمیت یه چیزی بلکه هیچ، وسط دو تا سانس قاطی کردیم دیگه، فارسی هم یادم رفته. میگه یکی آمد من گفت آقا دمت گرم، خسته نباشی، عجب برنامه ای. گفتم خیلی ممنون، خوشحالم که مورد پسند واقع شده. گفت آقا همه چی خوب بود، فقط یه اشکال داشت. گفت چیه؟ گفت اولی که اومدی گفتی سلام، ای کاش گفته بودی درود. آقای خورسندی هم بنده خدا حالا قلبش جراحی پیرمردی هست، احتمالاً ایشون هم یه دم دودی حالا یا سیگاری فلان. گفتش گفتم داداش جون من 50-60 ساله یاد گرفتم بگم سلام، حالا ولمون کن دیگه، این چهار سبای زندگی، حالا ما میگیم سلام شما بگو درود. بعد گفت همه چی که گفتیم اینا گفت آل درست، ولی شما لطف کن از امروز تمرین کن بگو درود. گفت چشم. گفت وقت خواستم برم بهم گفت که سلام آقای مثلا پرویز صیادم برسون. گفت من یکم فکر کردم، گفت این دیگه چه دیوانه ایه، یه ساعت من میخوام برم توالت، منو گرفته دم توالت نمیذاره برم، میگه به جای سلام بگو درود، حالا خودش میگه سلام آقای پرویز صیادم برسون. دوست عزیز کارمون خیلی خرابه. حالا داشتم اینو براتون میگفتم، این ماجرای مأمور FBI و میدونید در مثل مناقشه نیست، اینکه حواس ما میپره با یه خوندن و با یه نوشتن و اینها، مأمور FBI و نمیدونم اون پسره که چک تقلبی مینوشت و درست میکرد و اینها، میرسه به این ضرب المثل که شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سرخر زندگی کنیم. داریم صحبت میکنیم یه دفعه یکیه اینجوری میکنیم میگیم چی بود یادمون میره. حالا از آقای وحدانی و وجدانی و این چیز همینجور بین چند تا ماجرا مونده، من یکی یکی یادم باشه براتون بگم. اینو واز گذاشتم که بخونم راجع به این آقای وحدانی اون فیلمه رو براتون بگم، ربطش بدم به این که ما چه آدمای بدبختی هستیم تو قرن 21. چرا دوستامون رو فیسبوکن؟ آیا اینا دوستن واقعا؟ این طرف وقتی که دنبال این بود و اینها، یه دفعه میره میگیرتش، یه دفعه از دست فرار میکنه. خیلی فیلم قشنگیه و جالبتر این که بر اساس داستان حقیقیه،
حتما این فیلم رو ببینید، اسمش هست Catch Me If You Can، یعنی منو بگیر، منو دستگیر کن اگه میتونی، یا اگه تونستی منو بگیر. اینجوری میگیم دیگه به فارسی، اگه میتونی من، اگه تونستی منو بگیر. خلاص یه روز کریسمس که همه آمریکایی‌ها دور خانواده‌شون جمعن و فامیل و اینها، این آقای دوست به سرک جوان زنگ میزنه به مامور اف بی آی که لیک شماره‌اش بلد بوده اسمش و اینها، و میگه که تو چرا سر کاری این موقع، مگه فامیل نداری؟ میگه که من فامیل داشتم. خب اینجا تو آمریکا هم که اون موقع ها حتی از سال 1956 و فلان اینا طلاق ملاق بسیار. بعد خلاصه همینجور صحبت میکنه و اینها، میگه خب بیا خودت تحویل بده، میگیرنه بالاخره و این کار درستی نیست و اینها، گوش نمیده و اینها. بعد یه دفعه این پلیسه نقطه ضعف این طرف رو گیر میاره، میگه که خب من اینجا هستم، من مامور اف بی آی ام، من فامیلم، فامیل ندارم، اومدم اینجا کار کنم که اونایی که فامیل دارن با خانواده‌شون باشن، تو چرا این موقع به من زنگ میزنی؟ معلوم میشه که تو هم هیچ کس رو نداری. و این پسره خیلی ناراحت میشه، تلفن محکم میزنه زمین، دوستان ما همه غریبیم، همین سربی که اومده جلو شما نشسته، آقای زندگی خوب، راحت، پول زیاد، اصلا باور کن بعض وقتا نمیدونستم با این پولا چه کار کنم. یه دفعه دیدم آقا وقتی میرم کالیفرنیا این رادیو ماشین کرایه‌ای رو که اول میزنم AM بدترین موج، بعد میچرخونمش، آقای هولاکویی هم که ماشاءالله 8 ساعت برنامه داره، ولی وقتی میرسه به این صدا وای میسم، دیگه دستم قدرت چرخوندن نداره. حالا آقای هولاکویی هم دوستان شوخی میکنن میگن این به همه یاد میده که چجوری فامیل داشته باشید، فامیلتون نگه دارید، ولی خودش والا من نمیدونم ایشون زن داره نداره، طلاق گرفته نداره، میدونم آدم خیلی خوبیه، سخنوره فلان اینها. وای میسن، این همون غربتیه که اینا بهش میگن هومسیک. شما وقتی احساس غریبی میکنی، خدایا این آقای هوشمند هر کی میشناستش که دو تا پسر داشت و 30 سال پیش من با ایشون توی آلمان آشنا شدم، شبا می نشستیم، وسیله نداشتیم، نه تلویزیونی نه چیز، آوازهای ایرانی می خوندیم دور هم جمع می شد. و این یه شب تعریف کرد آقای مهندس هوشمند که دو تا بچهش آمریکا دنیا اومده بودن، بلند شده بود زن و بچه رو برشته بود اومده بود ایران. آقای اسحاق بختیاری که یه دوستمون زنگ زد گفت چند سال پیش فوت شد، اینا هومسیک شدن. آقای مهندس هوشمند که اسم کوچیکش هم بلد نیستم، چون دیدید ما ایرانی ها به همدیگه نمیگیم که آقای مثلا کریم خان، میگیم آقای هوشمند، اون من میگه سوربی یا میگه آقای سوربی، این آخر این گفت آقا من دلم هوای سبزی فروش خیابونم سر کوچمو که این صبح تو این خیابون خاکی، تو این کوچه خاکی آب میپاشید که یه بوی خاک، میدونی وقتی آب میپاشن رو خاک یکم خاک بلند میشه، یه بوی نم، بوی خاک بلند میشه، بعدم آب میپاشید رو این سبزی ها فلان اینا. میگه من برای این دلم تنگ شد اومده. آقا خانم منم برای این دلم تنگ میشه میام با شما صحبت میکنم، چه دشمنی با هم دارین؟ آقای وحدانی 30 سال پیش شما از مجاهدین جدا شدی، حالا اومدی طلبکار مجاهدینی شدی که اونا هم مثل تو مجاهد بودن، فهمیدن این سازمان سازمان نیست، فرقه است، اومدن بیرون. حالا شما به من میگی آقای سوربی اینا رو باید محاکمه کنی؟ آخه پوفیوز احمق، من کی هستم؟ تو کی هستی که بیایم اینا رو محاکمه کنی؟ کسی که خودش شبانه روز داره خودش رو محاکمه میکنه، کسی که وقتی میخوابه، این آقای میگم سند فریاد، این آقای محمد رزاقی درد کمر جراحی که باید 5 سال پیش انجام میداده همونجا کشیده اومده، خب این هر شب که میخوابه با این درد میخوابه، بعد به خودش میگه خدایا چرا من به خودم بد کردم؟ اون وقت توی احمق نشستی توی نمیدونم نروژ کجا هستی، همش هم مزاحم خانم هاست، برای من فرستادن که به خانم ها چی میگه روی فیسبوک و نمیدونم چی کار میکنه، و برای من نشته آقا اینا من شوخی کردم.
والا مرده که شوخی میخوای بکنی به من نیست، برو شوخی کن هر غلطی میخوای، ولی نه یا اینجا به من بگو آقا اینا رو باید محاکمه کنیم. من همیشه گفتم ماها اینجا قاضی نیستیم، ما راوی هستیم. ما این بلنگو رو میدیم دست شما، شما نظرتو بگو، نتیجه چی تو بگو، مردم قضاوت میکنه. در هر صورت آقای حسین نژاد ورداشته نوشته که متن جوابیه من با آقای وحدانی، با سلام بر شما و آقای وحدانی از دوستان عزیز جدا شد، عزیز جدا شده به ایشان میگویم که بله دشمن اصلی مرد. آها این وحدانی نشسته میگه که آقای صوفی شما دشمن اصلی رو فراموش کردی، ما باید با آخوندا بجنگیم. گفتم یعنی شما فکر میکنید توی نروژ شما داری با آخوندا میجنگی؟ بعد آقا تو اگه میجنگی شما ماشاءالله شجاع هستی، من آقا ترسوام، من برای که اسم آخوندم نیاد اومدم این ور اقیانوس، شما که شجاع هستی مردک بلند شو برو یه بمب بزن به خودت منفجر کن، 4 تا آخوندم بکش، ما برات دست میزنیم، از فردا می‌نویسیم شهید وحدانی. برو آقا دنبال کار زندگی، درصد بسته، بیش از این چیزی نگی. ساعت برنامه ها عوض شده، من الان دارم برنامه شما رو میبینم، ساعت 11:30 دقیقه صبح است. قربونت برم علی ترابی، شما تو کالیفرنیا هستی، 11 صبح شما میشه 2 بعد از ظهر واشنگتن، ساعت ما عوض نشده. البته خب این ساعت ها 1 ساعت میره جلو و 1 ساعت میاد عقب. شما اگه بری تو هاوایی 8:30 صبح، نه 8 صبح برنامه من 8 صبح شروع میشه، چون هوایی 6 ساعت از ما جوانتر هستن. اینو شما داشته باش. سالها پیش ما تو برنامه گفتیم بابا آمریکا اینقدر بزرگه که این طرفش ساعت 12 ظهره، اون طرفش ساعت 6 صبح. یه از این شاه و لایای بی سواد زنگ زد و آقای سربی شما تو این آمریکا سیتیزن هستید؟ گفتم بله، بفرمایید. شما هنوز نمیدونی این ور آمریکا با اون ور آمریکا 3 ساعت فرق داره، برو یه چیزی یاد بگی. گفتم خاک بر سرت احمق، تو هستی که نمیدونی، تو برو یاد بگی. شما هوایی رو یادت رفته، شما فقط رفتی رسیدی به لس آنجلس، اونجا دیگه ول کردی وایسدی سر مردم کلا گذاشتن، برو اون ورتر، برو از این اقیانوس گذر کن به طرف ژاپن و فلان، یا که میری اونجا آلاسکا و هاوایی اینا اون بالاها، برو نگاه کن این چه خبر. ما وقتی نمیفهمیم اشکالمون اینه، نمیفهمیم میخوایم زورم بزنیم این نفهمی خودمونو، چیزی رو که اشتباه بلدیم بکنیم تو مغز یکی دیگه. در هر صورت دوستان، یاد گرفتن چیز خوبیه، هیچ وقتم برای یاد گرفتن دیر نیست. و اما یه مشکلی که یکی از دوستان من پیدا کرده بود در رابطه با فیسبوک، گفت وقتی میخوام صفحه فیسبوک باز کنم مخصوصا با تلفن، تا میزنم آیدی هست اونجا، دیگه الان آیدی هارم کردن ایمیل، ولی پسوردی که میزنم قبول نمیکنه. گفتم که خب بهش بنویس که من فراموش کردم، به جای پسورد میزنی اون پایینش نوشته پسورد یا حرف رمز یا کلمه عبور رو. این پسورد بهترین چی به فارسی کلمه عبوره، چون تو حکومت نظامی هم همینجوری بود دیگه، میگه مثلا کلمه عبور شب چیه و فلان اینها. در هر صورت بلد میاد، حالا اون دوستمون به نظر میاد که درست شده، چون دارم میبینم که به اصطلاح میتونه برام پیغام بده و اینها. بهشم گفتم اگر یه وقتی نتونستی برو از یه کامپیوتر، شاید این تلفن شما تو اون منطقه دوچار اشکال شده و اینا، راه‌های مختلفی رو امتحان کنید. دوستان چون این دوستی فیسبوک رو گفتم، اجازه بدید که من این ویدیوی این عکس خانمی رو که خیلی خوشحاله که 7 ساله، ضمناً ایشون وقتی ما نوشتیم که این دکترا در ایران حاضرن به افرادی که سرطان دارن کمک کنن، ایشون نوشته بود الکیه، من نوشتم که شما تماس گرفتید با این دکترا، دیگه جوابی ندادن. چون میدونید بعضی وقتا یک کسایی هستن مریضن، آزار دارن، شماره تلفن‌ها یک کسایی رو می‌نویسن، بعد وقتی طرف زنگ میزنه میگه آقا نه من هم چیز نگفتم، حتی تو آمریکا
گفته بودن که اینایی که مثلا از دوست پسرشون جدا میشن و فلان اینها میرن یه آگهی های به نام اونها میزنن و این روش های زشت. در صورت من اینو براتون کوچیکتر بزرگترش کنم شما ببینید و احتمالاً برای شما هم فیسبوک همچین چیزی میفرسته که بله یک سال پیش شما چنین نوشتید، یک سال پیش فلانی دوست شما شد، دو سال پیش شما اینجوری. و حالا این جالبه، نوشته خدیجه و بچه‌ها are celebrating 7 years of friendship of Facebook. میگه که ممنون از فیسبوک که هفتمین سال دوستی من را یادآوری کرد. حالا من اول که اینو خوندم فکر کردم ایشون دوستی خودش با فیسبوک رو میگه، بعد دیدم نه، دوستی خودش با بچه‌های نمیدونم فلان محله. میدونید الان این روزا یه چیزای راه افتاده، بچه‌های ویرجینیا، مریلند، بچه‌های واشنگتن، بچه‌های کالیفرنیا، بچه‌های آلمان، اینجوری اینها. و ایشون اینو نوشته بود، من درش نوشتم که این شما اینجا فقط نوشتید دوستی، مطمئنید همه اینها دوستن؟ چون تجربه من نشون میده اگر شما دوستانی در فیسبوک داشته باشید احتیاج به دشمن نخواهید داشت. امروز دوشنبه است، طبق معمول این دوست عزیزمون از خلیج فارس برای ما آدیویی رو فرستادن که این رو براتون پخش میکنم و دیدم ایشون درست میگه. من وقتی آدیوها طولانی میشه میگم آخر برنامه، ایشون گفت خب اگر وسط برنامه بذاری یه استراحتی یا یه بریکی هم برای خودت میشه. گفتیم چش، این کار رو انجام میدیم و ببینم کجا هست این نوشته ایشون که عقل بشر قسمت ششم، با هم بشنویم و برگردیم، بعد اگر دقایقی هنوز موجود بود با هم صحبت میکنیم تا بریم به آقای سهراب چمنارا برسیم. من اینجا اجازه بدید که این رو شروع کنم، وقتی شروع شد براتون اون نواری رو بذارم که نشون میده پیام شما هم میتونه در تلویزیون مردم به همین صورت پخش بشه. اجازه بدید اینجا یه بلنگو کوچولویی ما بذاریم جلو دوستان فیسبوکی که صدای این هم بهشون برسه. و خیلی ممنون از این دوستمون از خلیج فارس. دوستان وضع خلیج فارس خیلی خرابه، قطر چون یه کمی دنبال ترامپ و حماقت سعودی نرفته، 5 تا کشور دیگه به اضافه سعودی یعنی 6 تا کشور تحریمش کردن و در قطر میگن تا 3 روز دیگه خوراک و به اصطلاح چیزای دیپومیک چیچی میگن وسائل زندگی هست، بعدش ممکنه اونجا قحطی بشه. باورتون میشه این عربا چه به سر خودشون میارن؟ این مسلمونا، این آیسیس، شما میدونید آیسیس تا حالا تعداد کشته های مسلمون بیشتر از کشته های مسیحی کافر بدینه؟ میگه ما میخوایم کافرا رو بکشیم. تا حالا هر چی کشته مسلمون بوده، یعنی بیشترینش مسلمون بوده. بشنویم صحبت های این دوستمون. سلام، مرا بپذیرید. در گفتار امروز و با اجازه از شما اندیشگران درباره اصول عقیده و دین که در مصر باستان پایگذاری شد آغاز سخن گفته و به وضع امروز میرسیم. موبدان فرعون در کنار مجسمه آمون به سر میبردند. در این معبدها که با حجمی بزرگ بنا میشد، تمام وسایل فرومایه کردن و خار بودن به مغز انسان را مهیا ساختند. به عکس معبدهای فرعونی نگاه کنید. ارتفاع ستون‌ها بیش از 15 برابر طول قامت انسان است. در آن زمان که بریدن سنگ دشوار بود، چرا این معبدها را با ارتفاع بلند و ستون‌های ضخیم می‌ساختند؟ یک هدف داشت. انسان هنگام ورود به آن باید احساس خاری و ذلت کند. با به خاک افتادن و دعا و نیایش از درخواست برآوردن نیازهایش را از معبودی بخواهد که در یک جای آن ساختمان ایستاده، نشسته و یا دور در کاخش آرامیده است. آیا تا کنون در طرح ساختمان معبدها، کلیساها و مسجدها از این روش، سبک و طرز پیروی نمی کنیم؟ همین سیستم را مایکل انجلو در بخشی از طرحهای واتیکان اجرا کرد.
در قسمت ورودی به واتیکان امکان ساختن ستونهای بلند نبود. او ابتکاری طرح نمود که در تاریخ ساختمان درس داده می شود و در سینما و تئاتر برای بزرگ نمایش دادن جا تا حال مورد استفاده است. اولین مسجد در زمان زندگی پیامبر در کنار اتاقهایش در مدینه ساخته شد. عبارت بود از یک مساحت مربع که در قسمت شمالی آن از برگ درخت خرما بر روی ستونهای از همان درخت سایبانی برای نمازگذاری درست شده بود و در قسمت شرقی آن 9 اتاق بنا کردند به تعداد زنانی که پیامبر در یک وقت در اختیار داشت. پس از تغییر قبله سایبان دیگری در قسمت جنوبی ساختند و قبله از سوی شمال یعنی بیت المقدس به طرف جنوب یعنی مکه رفت. طرز ساختمان مسجد در شبه جزیره عرب و شهرهای مسلمانان همانطور ساده بود تا زمان خلافت عبدالملک ابن مروان اموی. خلیفه در دمشق و ولایت مدینه توسط عمر ابن عبدالعزیز اداره می شد. والی مدینه از خلیفه خواست که بناهایی را برای ساخت یک مسجد از پایتخت به سوی او روان کند. این بناها رومی و فارسی بودند، با هم به رقابت برخواستند. مسجدی با ارتفاع بلند و تزیین شده با نقش‌هایی ساختند. وقتی تمام شد مسلمانان حجاز از نمازگذاری در آن امتناع ورزیدند و آن را مخالف سادگی دین اسلام دانسته و کشیدن نقش را حرام و رقابت با خدا می‌خواندند. اما به تدریج عوض شدند و این تغییر را در درون خود احساس و درک نکردند. آیا اکنون مسجدی ساخته می شود که ارتفاعش بیش از نیاز نباشد، با کاشی و نقش‌های گچی و یا سنگی سقف و در دیوارش را تزیین نکنند؟ چه شد که مغز قبول کرد معیار ساخت مسجد تغییر کند؟ یا خدا حجمش بزرگ شد و ذوقش را عوض کرد و خانهش را بیش از اندازه بزرگ و با نقش و نگار از بندگان درخواست نمود؟ معبدان مصر در آن معابد همان فسادهایی را میکردن که در اخبار امروز از کلیساها درز میکنند. به زنانی که برای بچه دار شدن و یا برآوردن نیازهایشان در معبد به نیایش میآمدن تجاوز میکردن. همان فعلی که در اغلب عبادتگاه های تمام دینها بدون استثناء به درجه های مختلف صورت میگیرد. مسئله عبادت جنس و واجب بودنش را در معابد بین النهرین عراق کنونی روشنتر میابید. بت اشتار زنی بود که پرستش می شد به عنوان خدای بارداری و زنانگی و سبب آفریده شدن. دختران جوان برای جمع آوری جهزیه در آنجا هر گونه خدمتی را می کردند و با مسافرین غریب آمیزش جنسی داشتند. زنها می بایست هر 4 سال یک بار به معبد رفته و به اشتار خدمت کنند. عبادت زنان و واجب دینیشان وقتی کامل می شد که با یک غریب هم بستر می شدند. زنان پیر و زشت سالها در آنجا میماندند تا موفق به انجام این وظیفه دینی شده و به خانه و شوهر و فرزندانشان بازگردند. بکارت دختر هنگام ازدواج در بین النهرین برعکس ساحل رود نیل مهم نبود. اگر در آن زمان این واجبهای دینی را نادرست میخواندیم آیا به عقل کسی میرفت و یا مورد قبول عموم واقع میشد؟ موبدان جهت مشغول کردن مردم و وابستگیشان به عبادت و پیروی از دستورهایشان مناسبتهای دینی و روزهای عبادت کاشتند. مثلا در غرب رود نیل که خورشید غروب میکرد و بنابرای عقیدشان جای مقدسی بود و در آن خورشید میخفت یک ساختمان مکعب شکل ساختند. مردم برای نیایش و نزدیکی به بت و برآوردن نیازهایشان هر سال یک بار میباید به آنجا رفته و در اطرافش طواف و نذر و نیازهایی را تقدیم بت کنند. نزهایی که در شکم موبدان جا می گرفت و آتش هوسهایشان را می خاموشید. این نیایش ها متوجه فرعون بود که در بت و معبد نمودار می شد. پایه وابستگی مغزی به سوی حکمران نیرومند و توانا متوجه و در اختیار کامل او بود. هرچرا که انسان آرزو می کرد فقط توسط فرعون و یا نزدیکانش برآورده می شد. فرعون هر کمی بود توسط اطرافیان بزرگ توانا معرفی می شد. به او صفتهای بالاتر و قدرتهای عجیب و شگفت اندیز غیر معمولی می دادن. فرعون می توانست بیماران را شفا دهد، محصول کشاورزی را افزون کند، زنها را حامله و انسانها را خوشبخت نماید.
این معیارها توسط موبدان و اطرافیان فرعون هر روز افزون گشته و بنابر نیازمندی ها با شاخ و برگ های هیجان آمیز و جالب پخش و در مغزها انباشته می شد. شاید تصور شد که آن زمان و در آغاز تاریخ تمدن انسان فقط این آموزش ها بازار و خریدار داشت و به سادگی قابل سوء استفاده موبدان بود. اگر این رأی را قبول کنیم، فروش چک های بهش توسط کشیش ها در چند سال پیش رو کجا قرار دهیم؟ یا بستن پارچه به در و پنجره و دخیل شدن و انداختن پول در ذریع این امام و آن امامزاده را در زمان کنونی در چه قالبی به گنجانی؟ خزیدن به سوی مقام اول را در سیستم کشورداری یه امروز چگونه تفسیر کنیم؟ فراموش نکرده ایم که اطرافیان شاه در سخنان خود می گفتن خدایگان شاهنشاه آریامهر. در واقع آنان و به علت نزدیکی به شخص اول مملکت بیش از دیگران به نافهمی و ناخردی او آشنا بودند، اما این مسئله را فاش نمی کردن چون مایه نامخوری و رفاهشان بود. تظاهر می کردن و با ادامه فساد رژیم را تو خالی ساختند. سرنگونی خیش را با نادانی و عبرت نگرفتن از تاریخ سرعت بخشیدند. هرگز این حقیقت را حکمران و اطرافیانش درک نکرده و نخواهند کرد. یک واقعی برایتان بگویم تا به وضع ما و حقیقتش بهتر پی ببرید. بعد از سقوط شاه و فرارش، یک دوست خبرنگار در پاریس مصاحبه کرد با گروه فراریان مخالف با انقلاب که نخست وزیران و وزیران رژیم شاهنشاهی در آن جمع بودند. در این مصاحبه آقای علی امینی وزیر اقتصاد و نخست وزیر پیشین هنگام پاسخ به این سوال چرا انقلاب شد گفت شاه اولاغ بود. خبرنگار پرسید ببخشید، یعنی شما نخست وزیر اولاغ بودید؟ آقای امینی فوراً بر میکروفون ضبط صدا دست نهاد و گفت چی شد؟ این رو پاک کنید. آقای امینی و اغلب اطرافیان مانند تمام همردیفان گذشته و حال به حقیقت پوچی فرمانده کل در چه زمانی پی بردند؟ آیا در زمان داشتن مقام به مشخصات اعلی حضرت آشنا بودند یا پس از فرار و مهاجرت به حقیقتش پی بردند؟ آنان برای رفاه و خوش به سر بردن زندگی و ادامهش سکوت و تظاهر را بهترین تضمین ادامه موقعیت شاخص خود می دانستند. اخیراً این لطیفه را در کتابی خواندم که شنیدنش جالب است. پادشاهی با آشپزش گفت می خواهم برایم بادنجان بپزی. آشپز گفت قربان، عجب اختیار خوبی، بادنجان با شخصیت است. سرش را عمامه سبز پوشانده و قبای شیخ بزرگوار بر تن دارد. پختنش آسان و مزهش مانند مرغ و بوقلمون و بهترین گوشت ها لذیذ می باشد. هیچ بدی هم ندارد و همش برای بدن سودمند است. هفته بعد پادشاه گفت این بادمجان خوراک خوبی نیست. آشپز گفت اعلی حضرت صحیح می فرماید. شکلش زشت و بیقواره است و دیدنش نفرت ایجاد می کند. هنگام پختن روغن زیاد میبرد و بعد پس داده و بیمزه و موجب بیماری میشود. پادشاه با تعجب از آشپز پرسید این چه حرفای زد و نقیزی است که میزنی؟ یک بار بادمجان را تحسین و بعد تقبیح میکنی. آشپز گفت قربون، من خدمتگزار اعلی حضرت هستم و نه بادمجان. در تمام تاریخ وضع اطرافیان حکمران همینطور و نزدیکترین کس دروغگو، منافق و خائنترین بوده است. کسی که از مغزش بتواند استفاده و حقیقت را بیان کند در نزدیک حکمران جایی ندارد. گرایش به دین یا جهتگیری مغز به سوی این نیروی ناپیدا به علت سیستم ساخت انسان بر روی این کره است که از نامعلوم بودن آینده و ترس از فردا ناتوان شده و با توسل به یک برگ کاه خواهان نجات از غرق شدن در آینده است. این آینده نامعلوم را همین انسان از روز اول غول و وحشتناک کرده. سیستمی که فرعون بنا نمود ترس از آینده را کاشت و همگانی کرد. سیستمی است اجتماعی و اقتصادی که به سود یک اقلیت بسیار کوچک تمام می شود. این گروه تصور جاویدان بودن در مغزشان فرو رفته و اساسش بر بردگی و سوء استفاده از اکثریت بنا گشته.
در نیمه قرن گذشته کشور سوئد سیستم سوسیالیستی را در امرار معاش مردم پیاده کرد. بیکار ترسش از نداشتن درآمد برطرف شد، بیمار وسیله علاجش فراهم گشت و زن آبستن از آینده نوزادش مطمئن. نسبت نیایش کنان در کلیسا از 92% به 6% نزول کرد و کلیساها بدون مشتری و یا مرید شدند. در سفری به سوئد مسئله عبادت در کلیسا را پیش آوردند. سوئدی ها با تعجب به یکدیگر نگاه کرده و از دیگر شهروندان حاضر سوال کردند که آخرین دیدارشان از کلیسا کی بوده. اندیشیدند که به یاد آورند. اغلب گفتند که آخرین بار برای شرکت در مراسم عروسی و یا انجام آخرین دیدار از مرده به آنجا رفته بودند. با این حال جای تعجب است که مهاجرین مسلمان به آن کشور هنوز نتوانستند از عقیده نافهم کننده در مرز خود نجات یابند. عقیده‌ای که در کشورشان بدون پشتوانه و ضمانت رهاشان کرد و مهاجر و فراریشان ساخت. هر روز طایفه های مختلف برای خود در سوئد مسجد می سازند و در ماه محرم در حسینیه ها با عقیده کامل رستگاری مراسم عزاداری برپا می کنند. با افتخار و برتر دانستن خود این مراسم را اجرا و خود را بهشتی می تصورند و در درون و با عدم تظاهر سوئدی ها را کافر و جهنمی می دانند و امیدوارند روزی با دین بهشتی خود بران کشور و تمام دنیا تسلط یابند. مانند تمام عقیده مندان گویی نمی شنوند، نمی بینند و مغزشان کار نمی کند که آن تغییر و برتر بودن رفتار و اداره عادل کشور میزبان و نتیجه هایش را تشخیص دهند. آیا با در نظر مجسم کردن نکات این گفتار هنوز شک دارید که عقل انسان در اختیار صاحبش نیست و بدون وابستگی به گذشته و آنچه در آن انبار شده نمیتواند تصمیم صحیح بگیرد و بهترین را اختیار کند؟ لطفاً بیندیشید و در برنامه آینده بقیه کمبودهای مغز خارج از اختیار را بشنوید. شاد باشید. ممنونم. دو سه تا موضوع خیلی جالب بود. اولا اینکه مغز ما کنترلش دست خودمون نیست، کم کم دیگه داره 100% باورمون میشه. در این مورد، در مورد گفتهای ایشون اگر مایل باشید نظر بدید. ضمناً ایشون گفت که 9 تا اتاق ساختن توی اون ساختمون و اینها. حالا ببینید این باهایی ها که کلمه 9 و 19 و اینها رو گرفتن و ول نمی کنن، بعضی هاشون هم خودشون نمیدونن از کجا اومده، به چه دلیلی، حتی تقویم رو عوض کردن، فقط میخوان یه چیزی بگن ما اینو پیدا کردیم، ما این کار کردیم، ولی همشون یکی هستن. و در حین صحبت های این دوستمون من فیلمی از کلیسای ارتدوکس روسیه رو به شما نشون دادم که اون مردکه گردن کلفت چاغالو چجوری بر پشت اون بیچاره بدبختی که فکر کرده لابد گناهی کرده یا نظری داره، با این کار نظرش برآورده میشه، سوار شده و چقدرم کار سنگینی میکنه. هر از مدتی یک دست میکشه به موهاش، موهاشو میکنه پشت گوششو. اینه اون وقت آقای سهیلی، آقای شهافر، آقای پروفسور انصاری، آقای فولادفر، اینا هی گیر دادن به اسلام. آقا خانم اگه شما واقعا درست میگی، خانم پری سفاری هستش یا تو سنگر مرد نمیدونم، بیاین بگید همه دین ها اینجوری هست، همه دین ها این اشکال دارن. در صورت این ماجرای 9 اتاق برای زنهای حضرت محمد، فکر کنم اون 9 سوراخ میدون شیاد رو توضیح داد که بیچاره خانم نیلوفر از انگلستان میخواست بگید که بابا این بهایی ها هم همچین کارشون درست نیست. و ماجرای دیگه این ماجرای بادمجان و ضد نقیض بودنه. حالا که دوستمون اومده روی چیز، برای من خیلی جالب بود، من این ویدیو رو گذاشتم، دوستان در موردش نوشتن، بعد یه دوستی آمده میگه ماجرا چیه، قضیه چیه؟ میگم خب دوست عزیز اول ویدیو رو نگاه کن، تا آخر نگاه کن، اگه متوجه نشدی دوباره نگاه کن، اگه متوجه نشدی سه باره نگاه کن، بعد اگه متوجه نشدی از دیگران سوال کن. چرا ما اینقدر تنبل شدیم من نمیدونم، شما میدونید؟ اگه میدونید چرا ما اینقدر تنبل شدیم، مهمان برنامه من باشید 10 دقیقه 15 دقیقه درباره این تاپیک جالب که چرا ما ایرانی ها اینقدر تنبل شدیم.
مثل گنجشکایی که تازه سر از تخم در آوردن، با یه نفر مادری پدری نمیدونم بابای گنجشکان میاد خوراکو بده به دهن اینها یا فقط مادرشونه. در صورت اینم از این و میریم تا یکی دو دقیقه دیگه سراغ آقای چمنارا. و دوستان یادتون باشه فیسبوک فکر کنم به زودی یه چیزی هم بذاره که شما فقط مجبور نشید بنویسید فرند، بنویسید آقا مخالف، بنویسید بی تفاوت، بنویسید. یه برنامه داشت تلویزیون رنگارنگ اون وقتا به اسم موافق مخالف ممتنع، یادم اون خسرو و افشین و اون پسرم داور نه خدایا اون بازی میکردن، چیز خوبی بود. در اصل روی دوستان فیسبوکی حساب نکنید. به آقای شهافر گفتم، آقای شهافر گفت آقا من 750 نفر ویدیوم دیدن. گفتم خب که چی حالا، چه تغییری تو زندگی شما میکنه؟ هیچ تغییری نیست، نداره، خیلی خوشحال نشید. ممنونم از دوستی که پیغام گذاشته، یه نامه جدید اومده در صورت جنگ ایران عربستان چه اتفاقی در اقتصاد جهان رخ میدهد، اینو میذارم. ممنونم از آقای سیروس دولتشاهی عزیز، بعد از برنامه میخونم، بعد از برنامه آقای چمنارا. بریم سراغ آقای سهراب چمنارا، ایشون مهندس الکتریک هستن، الکتریسیتی ها، و کارهای جالبی کردن توی کشور هندوستان، همین آمریکا و اینها. آقا خیلی تاریک اونجا، شما در تاریکی نشستید چرا؟ اوکی بذاره من. بله دوستان عزیز، با آقای چمنارا هستیم و این آقای چمنارا اگر ویدیوهاشون نگاه کنید میبینید که چگونه اون مهندس بودن خودشون رو در این کار ویدیویی به اصطلاح انجام دادن. چون بعضی از ماها فکر کنیم باید بریم مهندس بشیم، یه میز صندلی بدن به همون، بشیم رئیس کارخونه، بشیم رئیس شرکت. در صورتی که نه، شما اگه مهندس باشی یه نفر شما رو استخدام کنه که عذر میخوام این حرف رو میزنم، ولی یه جایی رو تمیز کنی، اولین کاری که فکر میکنی من چجوری اینجا رو تمیز کنم که خاک کمتر بشه، چجوری اینجا رو، یعنی مهندسی حساب هندسه و ریاضیات رو میاری داخلش. آقای چمنارا امروز ما میخواییم با شما به قول معروف بیاران چه داری این آقای چمنارا همیشه برای من نیسته بیاران چه داری زمردی و زور. قربان شما دوست ما هستی، ما هیچ وقت به اصطلاح نمیخواییم قدرت نمایی کنیم. تنها چیزی که هست نمیدونم برخورد اندیشه درسته یا چالش به اصطلاح دانسته های همدیگه بهتر باشه. ما میخواییم از شما یاد بگیریم. خب توی یاد گرفتن خیلی وقتا شده وقتی من معلمی دارم که زیاد بلده، من چون نمیدونم مغزم گنجایش نداره، یه چیزایی که اون میگه میگم نه آه این درست نیست. اونایی معلم های خوبی هم که با صبر و حوصله وای میسن تا اون دانش آموز، اون نفری که داره یاد میگیره بگه آها من اون روز این رو نمیدونستم. من در رابطه با کتاب شاهنامه و مقدس بودنش هنوز سر حرف خودم هستم. خیلی از دوستان به من پریدن بابت اینکه آقای چمنارا یک کار به این قشنگی انجام داده، شما چرا اینجوری؟ میگم بابا یادتون باشه شما به خاطر من آقای چمنارا رو امروز میشناسید، ولی به خاطر اونی که وایساد از رو کتاب این خوند که خب اون نوشته اونم خوند چیزی یاد نگرفتید. امروز همین ماجرای آقای بابک هروی، بله کتاب نوشته، سرنوشتش نوشته، ولی اون سوالی که من میکنم به چالش میکشم هست. حالا بگید دو تا موضوع داریم امروز میخوام درباره صحبت کنیم. یکی قانون اساسی، یک نوشته ایرم از دکتر واحدی برای شما فرستادم، گرفتید یا نه؟ آقای واحدی که صحبتی در مورد آقای موسویان کرده بود؟ نه نه نه، درباره فخرآور قانون اساسی همین چند لحظه پیش تو برنامه همه اینو توی همین صحبت ما خواهد بود. بسیار اجازه میدید که سوال اولتان در مورد مقدس بودن شاهنامه ره قربان من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم بفرمایید. بله عرض کنم با سلام و درود، ما یعنی سلام که همون چیز همیشگی است و درود هم یعنی آفرین که حالا سلام و درود میگه، من این کردم عادت خودم، میگم با سلام و درود که به کسی نه بر بخوره و همه جوانبم گفته باشیم. عرض کنم
در مورد این اولین بار که کتاب شاهنامه رو من چاپ کردم، منتشر کردیم، اسمش رو گذاشته بودیم گفتار شورانگیز فردوسی. بعدن در چاپ دومش که آقای بیژن خلیلی شرکت کتاب اینه چاپ کردن و به اصطلاح یه خورده رنگ و روی بهش دادن، من برخوردم به یک تعریفی از اسپینوزا. اسپینوزا هم که معرف حضورتان از یک فیلسوف دوران روشنگری اروپا است که تمام فیلسوفای اون موقع همه میگن دین ما دین اسپینوزاست. اسپینوزا یک تعریف کوچیکی ازش خواندم و اون این که علت این که اصلا ما به کتاب‌های دینی میگیم مقدس اینه که شما رو به دو چیز راهنمایی میکنه، نیکی و عدالت. آقا تا اینه گفت من فهمیدم که آقا واقعا کتابی که میشود اسمش مقدس گذاشت، البته همه کتاب ها مقدسن، تورات مقدسه، انجیل مقدسه، قرآن مقدسه، کتاب بودا مقدسه برای اون افرادی که واقعا بهش معتقدن، من جمله شاهنامه مقدسه چون شما را به نیکی و عدالت راهنمایی میکنه. آقای سوربی تنها شما نیستید که این ایراد گرفتید، استاد شاهنامه یعنی الان جناب دوستخواه در استرالیا یک شاهنامه شناس و اوستا شناس و به اصطلاح زرتشت شناس هستن که نامشان توی نام ها هست و ایشان به من ایراد و ما دو تا مقاله ایشان در بررسی کتاب آقای روشنگر چند سال پیش ایشان دلایل خودش نوشت و من هم دلایل خودم نوشتم و دلیل من همین است که عرض کردم به طور خلاصه شاهنامه کتابی است که شما را به نیکی و عدالت دعوت میکنه. شما در پایان تمام داستان شاهان میبینید که وقتی که سلطنت در حالت زندگی خودشان که پیر میشن به فرزندشان واگذار میکنند، البته چند صفحه شعر هست ولی خلاصش این که فرزندشونه به نیکی و عدالت دعوت کنه. لذا بر اساس تعریف اسپینوزا ما اسم اینه گذاشتیم شاهنامه کتاب مقدس ایرانیان. حالا البته حتی استدلال آقای دوستخواه از این بابت بود که شاهنامه اصلا احتیاجی نداره شما رنگ و بوی دین به این بدین، در حالی که منظور من از مقدس خواندن این نیست که شما شاهنامه رو بذارید رو تاقچه و مثل قرآنی که به اصطلاح در دست ما ایرانی ها هست هیچ وقت لاش هم باز نمی کنیم، فقط وقتی میریم مسافرت از زیرش رد میشیم و نمیدونم یه قرآن کوچیکی تو که میذاریم تو جیبمان که مثلا قرآن از ما حفاظت بکنه، این مقدسی است که اونها میده. نه، شاهنامه کتابی است که باید بخونید و تا زمانی که شما شاهنامه را نخوانده باشید ما همین بحثا را ادامه میدیم. به همین دلیل من آمدم شاهنامه را خلاصه کردم، شاهنامه ای که 2000 صفحه است تبدیلش کردم به 300 صفحه و گفتمم که آقا شما اگر 18 ساعت وقت صرف کنید و شاهنامه رو بخونید از زیر و بمش آشنایی پیدا میکنید که حتی میتونید برید به مصاف آقای بهرام مشیری در مورد شاهنامه. این تعدید اول ما بود در مورد مقدس بودنش. حالا اینه دوباره تکرار مکررات بود ولی بنده در خدمت شما هستم که اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید تا با هم جواب بدیم. شما که مطالعه کردید نوشته های دیگران رو، اروپایی ها، آمریکایی ها، اینها، آیا اینا کتابی دارن به غیر از کتاب های مذهبی ولی اسم مقدس روش باشه؟ نه، سیکرت باشه. نه. کتاب های بسیار عالی و آموزنده هست، هیچ کدام هیچ وقت کتاب مقدس نداره. چون ما الان مشکلی که داریم واقعا نمیدونم اینه چه جوابی بدم بهتون، ولی
جواب سوال شما به همینه که عرض کردم. نه من کتاب خارجی ندیدم که اسمش مقدس گذاشته باشن. ولی شاهنامه چون همه چیزه. بسیار ممنون. به قول دوستان بعضی ها به من میگن تو باید وکیل میشدی یا دادستان میشدی. من دیگه حرفی ندارم در این مورد. یعنی شما به قول من چی میگن سوال و اینها تموم. دوستان فکر کنید که ما تنها کشوری هستیم که دوستمون یک کتابی رو که خوبه میاره این رو با اسم مقدس گذاشتن روش. تازه همون ترسی رو که من و شما از قرآن داشتیم بالای تاخچه باشه نمیدونم نیفته برگش پاره نشه اینها به این کتاب در صورت که اگه اینو به نظر من یک کتاب معمولی کنید رایج کنید که توی مدرسه ها بخونیم مثل کتاب های شکسپیر و اینا که اصلا به بچه ها هوم ورک میدن که برید بخونید خیلی بهتره. بذار کتاب رایج نه کتاب مقدس. ممنونم. این قسمت رو میذاریم که دوستان مثلا درسته من نمیخوام تو حرفتون بپرم فرمایش داد درسته و عرض کردم کتاب به مدت 7 سال به نام شاهنامه گفتار شورانگیز فردوسی اسمش بود. خب همینطوری اتفاقا اسم خیلی هم قشنگیه منتها ما بعدا اینه گذاشتیم گفتیم بهش کتاب مقدس ایرانیان به کوچیکمون بالا نوشتیم شاهنامه فردوسی. حالا آقای چمنارا شما از آقای بیژن خلیلی صاحب و مدیر شرکت کتاب اسم بردی. این پیشنهاد ایشون نبوده به شما که این بنویسیم؟ نه. دلیلی که میگم دوستان کلیمی عرض کردم در مورد اسپینوزا وقتی که من این رو دیدم وقت شما بگین کتاب مقدس خب تمام 2 میلیارد مسیحی میگن بایبله به ایرانی به مسلمان میگن قرآنه. من از نظر من هم بایبل هم قرآن همه مقدس هستن. این هم مقدسه چرا؟ نه. چون شما رو به نیکی و عدالت دعوت میکنه. همین. نه دلیلی که پرسیدم گفتم که میدونید دوستان یهودی ما یک به اصطلاح چیز خاصی دارن در رابطه با یه چیزی رو داغ کردن و فروختن و پول در آوردن و اینها. گفتم شاید اینجا شما مثلا الان ببین من برای شما فرستادم نمیدونم دیدید یا نه یه نفر یه عکسی رو نوشته که دوستان نگاه کنید جشن پورین که دیگه به گواهی خود آقای بیبی نتانیاهو آمده گفته که ما اینا رو کشتیم ولی کافی نبود ببینید ما آمدیم چیت بکنیم آقای نتانیاهو من اتفاقا در کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی از این استفاده کردم از کتاب استر استفاده کردم برای اتحاد بین ایرانیان و یهودیان من. این نقطه عطفی است برای این که یهودی ها و ایرانی ها با هم از زمان استر که به زمان خشایارشا برمی کرده با هم یک ملت بودن مثل ما و ارمنی ها مثل ما و نمیدونم هر کسی افغان ها این ها همه با هم بودیم همه جز ایران بزرگ بودیم. منتها آقای نتانیاهو آمده فرمان هومانه که گفته آقا برین یهودی ها رو بکشیم اونه در آورده که گفته آقا نگاه کن اینا از اون موقع میخواستن ما رو بکشن در حالی که نیامده دستور خشایارشاه اونجا چیز بکنه که آقا خشایارشاه دستور داد که آقا از خودتان دفاع کنید بنابراین یه جنگی در میگیره و یهودی هم در همون حالتی بید. حالت یهودی ها در ایران باستان درست مثل همین یهودی هاست در آمریکا الان اگر میخواین تجسمی از اون موقع داشته باشید یعنی بچه تشابه ما ایرانی ها و آمریکایی ها در همین تاریخ گذشته ماست و تاریخ الان اونا یهودی ها در آمریکا نگاه کنید الان همه چیز دست یهودی هاست به خاطر که اینا مردمان زیرکی هستن مردمان فهمیده هستن بنابراین مطبوعات دستشونه نمیدونم تلویزیون ها دستشونه صنایع دستشونه کنگره 6 میلیون یهودی هستن نصف بیشتر کنگره یهودیه متوجه هستید اون موقع در ایران اینطوری بوده یهودی ها به اصطلاح همه کاره دربار و گرداننده مردم و بانک داشتن نمیدونم مردم مورد دستشان بوده بنابراین یه آقای مثل هامان وزیرش خشایارشاه
ناراحت میشه که مردخای بهش تعظیم نمیکنه و میره یه دستور میگیره که آقا این یهودی ها همه ضد ایرانی هستن و باید همه شونه کشت. این بله فرمان هامان بوده. بعد خشایارشاه دستور عکسش میده. چرا؟ چون استر همسرش بوده، همسرش یهودیش بوده. البته همسر یهودی بوده که هیچ وقت نگفته بوده من یهودیم. یعنی دوستان یهودی یکی دیگه از چیزاشون به غیر از زیرک بودن دروغ گفتنه. اینم نیست، به خاطر اینکه همونطوری که امروز شما یه افرادی میبینید، آقای فلانی یهودی، ما نمیدونستیم. چون در آمریکا طبق قانون اساسی شما حق ندارید از کسی بپرسید آقا شما چه مذهبی دارید. شما اینه که خیلی ها، من دارم بهتا میگه واقعا تعجب آور بود برای من. من در یو او پی کار میکردم، معرف 20-25 سال پیشه میزنم، و یه بار خب از طرف یو او پی و اولا میخواستم برم انگلستان. یو او پی چیه؟ یو او پی اون شرکت نفتی بود که من کار میکردم وقتی آمدم آمریکا 25 سال پیش. میخواستم برم. بعد سکرتر از من گفتم که من ویزای انگلستان ندارم. گفت نه مسئله نیست، شما آمریکایی هست که احتیاج. گفتم نه آخه من آمریکایی نیستم، من ایرانی هستم. گفت سکرتر من نمیدونست که من ایرانی هم، چون در اینجا رسم نیست از یارو سوال کرد آه تو یهودی هستی، مسلمان هستی، مسیحی هستی، من یارو خودش تظاهر بکنه. این وضعیت یهودی هم اینطوریه در آمریکا. حالا دارم فکر میکنم ما داریم یه خورده میریم توی مسائل. نه شما اگه گذاشته بودی من اینو تموم میکردم خوب بود. شما گفتی میخوام بپرم تو حرفت، گفتیم خب بپر، عیب نداره. ببینید اون عکسی که درست کردن، میگه ما ایرانی ها، اسرائیلیه میاد میگه ما جشن پوریمه به خاطر اینکه ایرانی ها رو کشتیم جشن میگیریم، بعد از اون ورم میگه 29 اکتبر هفتم آبان ما به خاطر اینکه کوروش اومده ماها رو آزاد کرده جشن میگیریم، بعد میگه ما ایرانی بیچاره و نادان هر دوشو جشن میگیریم. آخه این چه ملتیه که نمیفهمه تاریخش چیه؟ الان ما در یک چیز سوء تفاهم بزرگ هستیم و اینام همش نتیجه این مسائل داخلی ماست، مسائل سیاسی ماست، همچین چیزی نیست. عرض کنم که این جشن پوروم همین اواخر با این آمدن نتانیاهو و الان شما میبینید که آقای ترامپ میره در عربستان این برنامه ها رو چیز میکنه، همش از تروری سوال میکنه، همه بهش میگن بابا جان تو یک نفر ایرانی یا یک نفر عراقی یا یک نفر سوریه در این 20 سال گذشته که از 9/11 شروع شده، تو بگو که آقا اینا از اینجا آمدن. در مورد این برنامه همش میگه رفته اعراب بر علیه ایران متحد کرده که امروز قطر یک کرکی توشان ایجاد کرد. نه اینطوری نیست، میگم شرایط اینطوری شده. الان اگر که این آقای نتانیاهو نبود، یه نخست وزیری دیگری داشتن مثل شیمون پرزی، کسی که طرفدارای ایران بود و اینها، همچین برداشت های از جشن پورام نمی شد. اینا تبلیغات فلن. خب ببینید وقتی اونا میگن ما باید بیان بگیم، ولی تا 10 سال پیش که بنده سیزده به در می رفتم از مردمم فیلم می گرفتم، گزارش تهیه می کردم می آوردم، برای که روزی بود که فکر می کردیم ایرانی ها شادن. بعدن که اونا شروع کردن کتاب استر رو آورد تقدیم کرد با آقای اوباما، گفت ما اون موقع کارمون رو تموم نکردیم، این بار کار رو تموم میکنیم، وظیفه من و شماست که به ایرانیا بگیم هشدار باشید، وظیفه من و شماست که به ایرانیا بگیم تاریخ اگر 5000 سال یا 6000 ساله که شروع کرده نوشتنش رو، ولی تاریخ ما 10000 12000 سال قدمت داره و نباید گول این دوستان یهودی رو بخوریم که به ما میگن 2500 سال، اونم از روزی که کورش آمده ما رو آزاد کرده. یهودی کدام یهودی ها هستند؟ یهودی ها هستند که طرفدارای نتانیاهو هستند، یک سری آلترا ارتودکس نمیدونم طرفدارای
آقای چمنارا، دوست عزیز من، آقای شجاع الدین شفا که با افتخار میاد، یا دیگری که با افتخار میاد حتی تاریخ ایران رو عوض میکنه، یکی نیست که به اینها بگه خب مرد دانا، تو که میخواستی یک انقلابی در تاریخ ایران کنی، برد میگردوندی، چرا نرفتی نمیدونم از اولین حکومت، چرا اومدی از 2500، چرا 5000 سالش یه دفعه حذف کردی؟ اینا اثر گذاشته، اینا پول دادن، اینا خرج کردن. و شما خیلی قشنگ گفتید اون کلمه ای رو که من دنبالش میگشتم، کلمه زیرک بودن و باهوش بودن این دوستان یهودی هست. دوستان برید کتاب این هیتلر رو بخونید، ببینید که اینها چه کار کردن که بیچاره هیتلر، حالا اگه ما هم یقمونو نگیرن مثل این احمدی نژاد، که بیچاره هیتلری که نماینده مردم بود مجبور شد این بلا رو سر کلیمی های دیگه هم بیاره. برید ببینید اون موقع این یهودی ها چه کار میکردن، چه برو بیایی، چه سوء استفاده میکردن. حالا هیتلر رو، کوروش رو، فردوسی رو فعلا بذاریم استراحت کنن، همونجوری که شاه گفتن آسوده به خواب تا ما که ما بیداریم، بیایم تو یکی دو هفته گذشته. اولا شما که اینقدر از آقای فخرآور به عنوان یک جوان برومند دفاع میکنید، چرا در کنگره ایشون شرکت نکردید؟ عرض کنم حضور اولت، بله ایشان، من به ایشانم گفتم، حتی من آقای فخرآور نمیشناختم، میخواستم اینطوری الان این برنامه رو شروع کنم، هرچند 20 دقیقه گذشته، ما نیم ساعت دیگه وقت داریم. من آخرین ویدیویی که در مورد اندیشکده قانون اساسی تهیه کردم مال اول می، ماه اول می، حدود یک ماه و 5-6 روز پیشه. وقتی این ویدیو درست کردم، آموزگار من، دوست من به من گفت که آقا تو دیگه اصلا حرف نزن دیگه در مورد قانون اساسی و ارکانش، چون هرچی حرف میخواستی بزنی تو آخرین ویدیوت گفتی، شما هم گذاشتیدش در فیسبوک مردم هست، در آرشیو عملی هست، توی قانون داد ارکم هست، این آخرین حرف ما حدودا دوم سوم چیز ما دیدیم شروع کردن ملت یا آقای به نام فخرآور معرفی کردن که آقای فخرآور نمیدونم فلان و یکی اسامی مختلف هم براش گذاشتن من جمله جناب عالی. و من چون جود ایمیل لیست خیلی ها هستم، دیدم آقا شروع میکنن به فحاشی کردن که یه بابای پیدا شده میخواد بره کنگره در مورد قانون اساسی ایران صحبت کنه. ما اینترست پیدا کردیم که آقای آقا کیه، سرچ کردیم دیدیم آقای فخرآور یه مصاحبهشه با آقای مسعود صدر، گوش دادیم دیدیم که بابا این حرفی میزنه که ما 20 سال پیش، شاید 20 سال پیش، بعد متوجه شدیم که ایشان 40 سالشه. اون موقعی که ما در مورد قانون اساسی صحبت میکردیم ایشان شاید مؤسسه تو دبیرستان بود. بعد آقا فحاشی به ایشان شروع شد، ما در ایمیل به همون 100 تا 200 تا ایمیلی که داشتم گفتم آقا شما میخواین برید رژیم سرنگون بکنید، جناب پهلوی طلب ها، آقای نمیدونم فلانی و اینا، برید بکنید. یه نفرم بلند شده حرفی که ما زدیم توی کنگره همبستگی آقای نصر اصفهانی و ما را به اصطلاح بیرون امان کردید از اونجا، گفتیم آقا در مورد قانون اساسی صحبت، نه نه آقا قانون اساسی را باید مجلس مؤسسان درست کنند و اصلا در مورد قانون اساسی که صحبت نکن. الحمدلله ما بعد از 10 سال 12 سال که تو این اجتماعات حرف از قانون اساسی میزنیم، بله مردم در مورد 8 سال پیش یکی از این کتاب هایی که الان خدمت شما هست، قانون اساسی راه نجات ایران در روشنایی تاریخ، شما نگاه کنید اون آخرش، من 8 سال پیش مال جنبش سبز که اینهای قانون اساسی نوشتن اونجا گذاشتم. بعدش در مورد قانون اساسی با خود شما صحبت کردم که یه دفعه ماره گفتید که آقای تیمسار آریانپور هم گفتن ایشان هم یه قانون اساسی بفرمایید. بعدش خب که از همه بهتر یه بابایم پیدا شد به نام استاد تمام قانون نویسان، برای آقای دکتر نصر احمدی، قانون اساسی جمهوری
دیگه با آقای دکتر نصر احمدی آنچنان ما رفیق شدیم که وقتی با هم صحبت میکردیم میگفتیم آقا من و تو درسته حالا یه پنج شیش ماه هم دیگه رو میشناسیم، ولی ما مثل که 50 سال هم دیگه رو از بچگی میشناختیم، با هم گرد و بازی میکردیم و نمیدونم فلان و اینا، که البته من نمیدونم چه اتفاقی افتاد. واقعا برای منم یه میستریه که یک دفعه ایشان از من قطع کرد، یا بهش گفتن آقا این با جمهوری اسلامی کار میکنه، یه عده بهش گفتن نه آقا این با سیایه، یه عده ممکنه گفته باشن این با موساد کار میکنه. حالی حرفا مردم میزنن اون با. حالا من اساس فکری و کاریم اینه که گفتم راه نجات ایران در قانون اساسیه و یک وبسایتی درست کردم به نام قانون.org. نه اینکه خودم قانون اساسی نوشته باشم، قانون اساسی رو اونجا جمع کردم و از ملت میخوام بیان این قانون اساسی رو با هم مقایسه بکنن، همین، و بشینن در مورد قانون اساسی صحبت کنن. یه عده آمدن از این شاه الله، یا البته پهلوی طلب من میگم شاه، چون خودم هم شاه الله هستم، من آرزوم اینه که یه موقع شاه انتخابی ایران داشته باشه و به جای اسمش بزنیم رئیس جمهور، اسمش بذاریم شاه، مثل اسرائیل که الان رئیس جمهور داره، ما به یه شاه انتخابی داشته باشیم و نخست وزیر همه کارا باشه و پارلمان و فلان و بهمان. حالا همه آمدن میگه که نه بابا جان، من دارم به همین دوستان پهلوی طلب ما میگم که آقا شما قانون اساسی مشروطه رو بگیرین و لغت شاه اعلی حضرت همایونی یا همیشه تبدیلش بکنید، بنویسید ولی فقیه. بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه ولی فقیهی مقایسه بکنید، میبینید که آقا اختیارات ولی فقیه در این حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی بسیار بسیار محدودتر و کمتر و دموکراسی خیلی بهتر از مشروطه است. بنابراین ما احتیاج داریم در مورد قانون اساسی صحبت کنیم. حالا در یک همچین شرایطی اگر شما یک نفر پیدا شد به نام آقای فخرآور، که بنده ایشانه یه ماه بیشتر یک دو ماه بیشتر نمیشناسم ایشانه، به ما آمد گفت، بعد من نگاه کردم دیدم که داره میخواد قانون اساسی جنبش سبز ببره اونجا به عنوان یک نمونه، فقط و فقط به ایشان پیشنهاد کردم که آقا اگر میری سخنرانی میکنی نگو قانون اساسی، بگو پیشنویس قانون اساسی، پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی. ایشان فراموش کرده و گفته پیشنویس قانون اساسی. نه، اشتباه کردی، باید بگی پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی. یعنی ما اینقدر باید توی جماعت داشته باشیم که اینها هی ایراد میگیرن که آقا قانون اساسی رو باید فقط مجلس مؤسسان. بابا ما آمدیم گفتیم آقای توده‌ای و آقای جبهه ملی و آقای سلطنت طلب، آقای مجاهد، آقای نمیدونم پان ایرانیست، مگه شما همه ایرانی هستید؟ بیاید ببینید در مورد چه قانون اساسی شما 6-7 گروه میتونید با هم توافق بکنید. بنابراین گفتیم یه پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی بذارید جلوتان با هم توافق بکنید، باور کنید اگر اینا بیان قانون اساسی دکتر نصر احمدیه، که البته حالا نمیدونم ایشان خوشش میاد یا بدش میاد که من اسمش میبرم، ولی خب به خاطری که بهترین قانون اساسی ایشان نوشته، نتیجه 30 سال زحمتشه، بیان اینه با هم آیتم با آیتم میشه با هم بین هم توافق بکنن، بگن آقا این پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی که ما برای آینده ایران میخواییم. امروز اگر شما برید در ایران در میدان ولیعصر به شما آزادی بدن، یه چارپایم بهتان بدن، یه بلندی مثل مالبراچ انگلستان، برین اونجا بگین آقا مقام در مورد قانون اساسی، از مردم بریشتان میخندن، میگه ای بابا دیوانه شده، ما باید بریم دنبال کار و زندگی ما، چون ملت دارن بدبختی میکشن تو فلاکت هست، حالا یارو آمده در مورد قانون اساسی.
قانون اساسی در ایران خریدار نخواهد داشت تا ما هویت از دست رفتمان دوباره به دست بیاریم. ارکان هویت ایرانی که باید در ایران زنده بشه که آماده پذیرش قانون اساسی بشه و در سال 2020 با شعار تغییر قانون اساسی بتونیم رژیم عوض بکنیم، عبارت 4 چیزه: یک، آموزه زرتشته، نه دین زرتشت، نه اوستا، فقط سه فرمانش. یعنی اگه ملت ایران دانستن بفهمن که آقا در نهاد ما حتی قبل از ورود آریایا به سرزمین این سرزمین ایران این سه فرمان زرتشت بوده، کوروش، شاهنامه، هر چی ما داریم همش از این سه فرمان زرتشته، حتی ده فرمان تورات، نمیدونم انجیل، همش روی این سه فرمان نوشته شده. این یک، این از زرتشت. دو، کوروش. کوروش فراموش کن که آقا این بنیانگذار شاهنشاه ایرانه. بزرگترین غلط آقا شجاع‌الدین شفا و شاهنشاه آریامهر کردن که تاریخ ما را کردن 2015. آقا از کوروش تنها چیزی که از ما باقی مانده، داریوش به مراتب بزرگتر از کوروشه، داریوش کبیر. کم کم داریم به توافق میرسیم آقای چمنارا، کم کم داریم به توافق میرسیم. فقط من اجازه بدید، من ساکت شدم، چیزی نگفتم که دوستان بدونن اگر من نیام داخل مصاحبه شما دوستان پاسخگو نیستید. من از شما سوال کردم با این مهر و عشق و علاقه و راهنمایی که به فقر آور کردید چرا در کنگره شرکت نکردید؟ به خاطر که آقا من این کاری که ایشان کردم من 20 سال پیش کردم. شما تازه کاری که ایشان کرده نصف کاری بوده که من کردم. بنابراین نه بهش گفتم، نه بهش گفتم آقا من دنبالت هستم، نمیتونم بیام بوتا ویدیو. به خاطر که 20 سال پیش در سال 1377 من یک هیئت 20 نفری آمریکای 13 تا بزرگترین شرکت آمریکایی بردم ایران زمان اول. آقای چمنارا بذارید من اینقدر از شما تعریف میکنم، میگم ایشون مهندس، کارا رو ردیف انجام میده. این که خیلی بهتر بود شما بهش میگفتی پسر جوان من این 20 سال پیش این کارو کردم نتیجه نداده. نمیخواستم الان. خب ببین اشکال ما همینه دیگه. و شما ضمناً گفتید که من به دوستان میگم حالا چه فرقی میکنه به جای شاه بیان یکی رو انتخاب کنیم به عنوان رئیس جمهور ولی اسمش رو بذاریم شاه مثل اسرائیل. ببینید شما مثالایی که میزنید یه مقداری من بار شک میدم. آره یه مقداری ما رو سر کار میذارید. من همین تا شما صحبت میکردید گوگل کردم که ببینم آیا کشوری هست که مردم پادشاهش رو انتخاب کنن؟ نه. دیدم توی اتفاقا هست The king that people chose، یعنی توی چیزای همین دوستان کلیمی هست که گویا ساموئل یا توی چیز بوده که اون موقع اینجوری انتخاب میکرد. از هر که بخواهم اشکانیان اینطوری بودن، اشکانیان شاه انتخابی داشتن، به همین دلیل امپراتوریشان 500 سال دوام آورد. خب من صحبتم با شما اینه و اصرارم اینه شما چرا اصرار دارید که چیزا رو عوض کنید؟ کتاب شاهنامه رو به جایی بنویسید کتاب خوب و بخونید و اینها بکنیش مقدس که جمهوری رو بکنی پادشاهی. آره اوکی، آره ما رو سر کار گذاشتی. من برای شما این لینک رو فرستادم نوشته عرض میکردم گفتم 4 تا هویت داره. شما در مورد کوروش اشتباه ما اینه که همش از کوروش بودو شاه و شاهان و نمیدونم فلان و بخواب و ما بیداریم، اینا در حالی که از کوروش چیزی که باقی مانده لوحشه مگنکارتای انگلستان، همش عمرش 600-800 ساله. ببینید انگلیس ها چه افتخاری بهش میکنن، جشن میگیرن سالگرد مگنکارتا در انگلستان. ما باید بگیم آقا ما ملتی بودیم، ما ایرانیان ملتی بودیم که 2500 سال پیش یک چیزی به مراتب با ارزشتر از مگنکارتا داشتیم. برید این لوهره بخوانید ببینید چه نوشته، یا خواندن توراتیشه بخوانید، برید از کتاب عزرا ببینید لوحه کوروش چی نوشته، تو کتاب عزرا تورات هست.
برید ترجمه فرانسویشه بخونید، برید ترجمه پانتورکاشه بخونید، اونایی که میگن کوروش خونخوار بوده میرن تو تلویزیون فلانی برنامه میذارن. آقا تاریخ هست آقای چمنارا، تاریخ هست، تاریخ رو شما قبول ندارید؟ تاریخ هست که کوروش وقتی میره اونجا اون کسی رو که میکشه، مادر اون که حکم ملکه رو داشته، دستور میده ایشون رو بکشن، خونش رو توی تشتی بریزن سرش اونجا و گفته بیا حالا اینقدر بنوش توی که خونخاری. بعدن به احترام شستن. آقا جان دوباره ببین، شما رفتید تو کتاب که مال سکاهای زیر بربرهای ایرانی بودن که با کوروش دن. درسته ما در نبرد با سکاها بودیم و اینا، حالا او کردش ترک رفیق ما نیاره صدرال، بله آقای میرش، بله یک نقاشی پیدا شده 20 سال پیش در هلند که آقا این داستان کوروش سر بریدن سرش کردن تو تش گذاشتن و فلان. آقا جان من در ویدیوی هست اونجا، ما رئیس در مورد یک ساعت تو تد پروگرام داره در مورد لوحه کوروش صحبت میکنه. هر چی میگم آقا اصلا فرمایش شما هم درست، کوروش خونخوار، کوروش نمیدونم زناکار، کوروش هرچی، شما حرف درسته، ولی چیز سندی که ازش باقی مانده لوحه کوروشه. این سند روی گل نوشته شده و خوانده شده. شما اینه با مگن کارتای انگلستان مقایسه بکنید. حرف من اینه. حالا همه فکر من خودم جزء اون آکادمی نمیدونم مال هومر آبرامیان مال جهانی کوروش هستم. آقا اولین ایرادی که به ما گرفتن مثل بقیه که آقا ما نوشتیم به شجاع‌الدین شفای خوردت گلگی کردیم که آقا این چه کاری بود کردیم. دوباره در مورد لوحه کوروش که قانون اساسی، ما اولین کشوری هستیم در دنیا که قانون اساسی داشتیم و اونم کوروش، لوحه کوروش یه سند قانون اساسی ماست. بسیار ممنونم. سوم بعد از شاهنامه فردوسی، این شاهنامه فردوسی آقا سند هویت ماست، سند هویت ماست، نه اینکه من گفته باشم. شما براتون 4 کوتیشن از بزرگان فرستادم، گفتم آقا اینه بذار رو صفحه تلویزیونت مردم ببینن که آقا آلتر پوپ چه گفته، نمیدونم اون نویسنده رومانی چه گفته، نویسنده آمریکایی چه گفته، نویسنده فرانسوی چه گفته. نویسنده فرانسوی میگه آقا اگه من بیام ولتر نامه ولتر با شاهنامه مقایسه بکنم، مثل این منه شما رود گنگ با نمیدونم یه دریاچه کوچیک ورسای چیز کرده باشید. آقا شاهنامه اینه، نه اینکه من گفتم، خود استادای دانشگاه ترکیه در مورد چیز ویدیوها هست، برید ببینید. ببینید اشکال از همه مهمتر آقا، از همه مهمتر بازنگری در اسلام و بازنگری در قرآنه. داستان قرآن راستینه که آقا حالا این قرآنه، حالا ما اسمش گذاشتیم قرآن راستین. شروع کردن همونطوری که مثل شما ایراد میگیری در مورد شاهنامه، شما که این بگفتی قرآن راستین یعنی قرآن بقیه دروغینه. آقا استغفرالله، ما که هم چه حرفی زدیم؟ ما گفتیم آقا این قرآنیست که تا زمان عثمان در جهان اسلام خوانده میشده. آقای عثمان با توطئه سلمان فارسی، اونم به خاطر حکومت کردن بر ایران، آمدن قرآن قاطی پاتیش کردن که شما الان 1400 سال قرآن میخوانید، نه اول افشه میفهمید نه آخرشه میفهمید. 10 از شما خواهش کردید که آقا الان آدم مطرح آقای آقاسیه، برو بهش بگو آقا تو بیا یه ساعت در مورد این قرآن راستین، حالا قرآن راستین چیه؟ به فارسیه و مرتب به ترتیب تاریخیه. بذارید همینجا از آقای آقاسی گله کنم که هم برای خودشون هم برای خانمشون نوشتم دعوت کردم. فقط کسی که عصبانی میشه به ما که آقا مگر شما از عثمانم بیشتر سرت میشه، یا از نمیدونم از حضرت علی یا از آقای سلمان فارس بیشتر سرت میشه که آمدی قرآن. بله در مورد این قرآنیه که حضرت محمد به جا گذاشته. شما وقتی که اینه خواندید، به این شکل خواندید، آخوند
خل اصلاح میکنید. الان 37 ساله یک آخوندی به نام آقای قرائتی میاد درس قرآن میده، هر روز، هر هفته، هر سال. 37 ساله. اونهایی که پای روزش نشستن ازشون بپرس که آقا از این قرآن چه فهمیدی؟ باور میکنی هیچ کدامشون هیچی نفهمیده. خب آقای چمنارو، آقای چمنارو شما یه مقداری هیجان زده شدید، اجازه بدید اولا من به شما بگم دوربینتون امروز یک تنظیمش به هم خورده و به صورت میرور نشون میده، مثلا شما قرآن راستین رو نشون میدید برعکس نوشته، بعدن با هم تنظیمش میکنیم، اون مسئله نیست. ولی بذارید چون شما استناد کردید به این چیزایی که برای من فرستادید، من نشون دوستان بدم بخونم، شما تو این یکی دو دقیقه یکم استراحت کنید. ببینید دوستان ببینید، من دیدید که همیشه میگم با شاعری و شعر و اینها مخالفم به چند دلیل. یکی این که اینا به نظر من شما را از دنیای واقعی میبرن بیرون. بله ممکنه چند دقیقه لذت ببرید که به به چه خورشیدی چه هوایی، ولی بعد که میای میبینه آقا همون خونه گرم و باد خاکی و فلان. نه ببینید، یکی از سندهایی که آقای چمنارا برای من فرستاده یک خانم پرنسس بیبسکو شاعر رومانیایی نوشته. تو رو خدا دقت کنید ببینید چی نوشته. نوشته آنگاه که فردوسی چشم به جهان نگشوده بود، از آن رو بود که جهان را هنوز توان آن نبود که سراینده‌ای چون او بپروراند. مثل این که مادر من بگه اون موقعی که این سربی دنیا نیومده بود، مثل این شعرهایی هست میگه که مادری دیگر بباید تا بله. تو رو خدا نگاه کنید، نگاه کنید. و آقای چمنارا جالبه که با دست خودش این مدارک رو برای من میفرسته. نگاه کنید دورا، او را فردوسی نامیده‌اند زیرا که به راستی فردوس برین جایگاهش بود. آخه این چیه آقای چمنارا؟ من به آن شاعری می اندیشم که نقد عمر بر کف نهاد و جوانیش را برای پدید آوردن شاهکاری بزرگ سپری کرد. من می دانم که هشتمین بهشت جایگاه اوست. حالا من و آقای چمنارا هنوز تو بهشت اول و دوم و هفتم گیریم، این خانم ما رو برده تو هشتمین. آمریکایی‌ها اگه یه چیزی براش اینجوری بخونی میگه ای کاش از این چیزی که این کشیده بود یا از این چیزی که این خورده بود. تو اگه برای آمریکایی نگران هستی اون مال پاپ آرتور پاپ آمریکایی بخون. چشم، حالا میریم یکی دیگه شو میخونیم. بذارید ببینم این سنت بون ها یکی خارجی هستن. من از نقد از آقای جنیدی نکردم، از خالدی مطلق نکردم، گفتم اینا حرف زدن. ببینید شما آخه وقتی از این و اون نقل میکنید بعد باید تحمل داشته باشید که طرف مقابلتونم بره نقد کنه. طرف مقابل کنه. شما که شما... دارید خودتان با خودتان میجنگید. بفرما بخوان آقا بخوان. شما یه بار به تاریخ استناد میکنید میگید که فلانی اینو گفته، اگه بگیم خب بعد از این که کوروش این استوانه گلی رو درست کرد و شاهنامه نپر تو کوروش، اول شاهنامه رو تمام بکنیم بعد بریم در بوده. خب این چیزی که شما میگید اینه، آتاتورک خطاب به محمد علی فروغی اینو میگید دیگه، سفیر اونم خواندیم بد نیست. حالا صبر بدین چهار داره بخونید آقا. همین الان آخوندا مهمونی که میدن یه عده آدم مفتخور بلند میشن میان تو اون مهمونی ها چه چیزهایی درباره خامنه ای و خمینی و اسلام ایران و اینها میگن. آخه اینا که نمیشه بهش استناد کرد. من و شما مخصوصا چون من دو کلمه مال آرتور پاپ بخوان، اب نداره آتاتورک نمیخوانی، آرتور پاپ آمریکایی بخوان. اجازه بدید ببینم آرتور پاپ بذارید اینه شما... همه میشناسن که آرتور پاپ ایران شناس مشهور آمریکایی. اینا رو درست کردید فرستادید، من الان به دوستان نشون بدم این کامرای 3. بله حالا این آقای آرتور پاپ نوشته هیچ فردی هرگز فراگیرتر از فردوسی بر وجدان یک نژاد چیرگی نداشته است. این رزمنامه دوره‌های پراکنده را هماهنگ به هم پیوسته است و ارزش زندگی را به گونه‌ای شگفت سنجیده و به نسل‌های پی در پی پویایی بخشیده است.
پس از وی ایران تا صده ها هرگز ایران نشد، اما فردوسی با جادوی سخن خیش توانست پیکره این کهن پهلوان زخمی را به یاد شکوه دیرینش زنده نگاه دارد تا در رستاخیزی دیگر بتواند دیو ایران ستیز را در بند کند. آرتور پوپ، ایران شناس آمریکایی. خب حالا من از آقای چمنارا سوال میکنم، ایشون گفته در صده ها بعد از فردوسی ایران نشد، اما فردوسی با جادوی سخن خیش توانست پیکره این کهن پهلوان، این چه زمانیه؟ همونجا باشه. استاپ. فردوسی شاهنامه رو هزار سال پیش، حالا دیگه داستان چطوری رفت از خدای نامه و چه هر چی داد قبلا براتون گفتم، درست. بعد فردوسی 200 سال بعدش سعدی میاد. شما در تمام کلیات سعدی یک ایران نمیشه، یعنی ایران فراموش میشه. حافظ میاد 400 سال بعد از فردوسی. مغول ها آمده بودن، تیمور لنگ آمده بود، اصلا ایران نابود شده بود. تا کی؟ تا 500 سال پیش که شاه اسماعیل صفوی میاد. شاه اسماعیل صفوی برای سربازا شاهنامه میخونه در اردبیل، شاهنامه میخونه. یعنی چی؟ حرف آرتور پوپ اینجاست، تا صده ها این استفاده نشد. به قول اون یکی دانشمند رفیق شما، شاهنامه کتاب قهوه خانه‌ایه، تو قهوه خانه ها خوانده میشد، به خاطری که شاهان اصلا نمیفهمیدن که این چی میگه. همونطوری که محمود غزنوی تا زمانی که مرد فردوسی نفهمید فردوسی کیه، رفته بود تا داستان چه قبلا گفتم. بله آرتور پوپ اینه میگه، برای صده ها اینه، تا این که به دست شاه اسماعیل صفوی میفته و شاه اسماعیل صفوی به کمک شاهنامه سربازاشو تربیت میکنه که در مقابل عثمانی ها بیستن، که اروپا را نجات میده. اروپا نجاتش مدیون شاهنامه فردوسیه. خب بفرمایید. من فقط میخواستم ببینم چه تاریخی ما این کهن پهلوان زخمی به اصطلاح با دیو جنگید، و تاریخ شما میگید کی بوده؟ موقع صفوی ها بوده؟ ببین نه از کنم آیه سربی شاهنامه فردوسی، فردوسی هزار سال پیش می نویسه، هزار یه رقمیست که بعد از فردوسی این کتاب میمانه در نهاد ایرانی ها، همینطوری میمانه. ما مغول ها میان، بعدش تیمور لنگ میاد. حالا که تیمور لنگ و مغول ها اصلا اون جنایات اعراب در مقابل اینا روسفید میشیم، ما ترکای آسیای مرکزی میان، این ملت همینطوری میشه، تا اینکه این نشانه های هویتی که فردوسی از زیر خاک در آورده بوده، بیرون رفته بوده، از تاجیکستان و اون طرف ها جمع کرده بوده، آورده از پیر هرات گرفته بوده، از این طرف و اون طرف جمع کرده بوده، بعد میشه وسیله دست شاه اسماعیل صفوی که دوباره ایران زنده میشه. یعنی یک لغت ایران که اصلا از صفحه تاریخ برای 500 سال محو شده بود کاملا، دوباره زنده میشه. یه ایرانی به وجود میاد که شاه عباس کبیر ما رو میرسانه به امپراتوری گذاشت. اینا همش مدیون، نه اولا مدیون خیلی چیزا هست، شاهنامه یکی از این ارکان هویت ما هست. ممنونم از شما. شما یه چیزی رو برای من فرستادید، هدف قانون اساسی، هدف قانون اساسی حکومت پارلمانی است، یا هدف قانون اساسی حکومت پارلمانی است، 4 تا محور و اینها. من اینو دارم نشون میدم، اگه شما میخواین توضیح بدید. بله. یا براتون بخونم. در موقعی که با آقای دکتر نصر احمدی اندیشکده قانون اساسی هست، ایشان ناراحت شده بود، یه عده هم گفته بود آقا این در مورد قرآن صحبت میکنه، قانون اساسی حکومت پارلمانی هست. بودم بله آقا نگاه کنید، ما باید هویت خودمان اسلام ایرانی و شیعه ایرانی در ایران زنده بکنیم که بتوانیم شاهد یک قانون اساسی بشیم که دین از حکومت جدا باشه. شما نمیتوانید در کشوری که مسلمانه، در کشوری که 90 درصدش مسلمانه، 50 درصدش مسلمان نمازخانه، حالا نمیدونم 30 درصدش اصلا
همونطوری که ما مسیحی های دبش دست راستی اینجا داریم، در ایران هم همچی چیزی هست. آقا این طرفدار قانون اساسی الان 1000 نفر هم نیستن. شما باید برید ارکان هویت در ایران زنده بکنید، که یکی از ارکان هویت که مهمترینشه بازنگری در دین اسلامه. و بازنگری در دین اسلام شما نمیتوانید بکنید تا زمانی که قرآن به فارسی و به ترتیب تاریخی نخوانده باشید. و وقتی که قرآن به این شکل شما خواندید، متوجه میشید که آقا تمام این آخوندبازی ها، تمام این مدرسه فیضیه، مدرسه حقانیه، حجتیه، اینا همش دکانه، دکانه. هم آخوند این طرفی فلع اصلاح میشه، هم آخوند اون طرفی. فرض بفرمایید یک آدم شیادی به نام صدرالاشرافی یا پیدا میشه، هفته یک جلسه در تلویزیون میهن داره، نقد دین میکنه. این شیاد نمیفهمه که دشتی کار 70 سال پیش کرد، شجاع‌الدین شفا کار 30 سال پیش کرد، منتها با تحقیق. امروزه ما کامپیوتر داریم، اینترنت داریم و سرچ میکنیم. شما قرآن میارین تو کامپیوتر میذاریم، میگه آقا به من بگو چند تا جهاد کجا هست، فوراً کامپیوتر با یک کلیک به شما میگه 40 تا لغت جهاد هست. بنابراین میگه راپورت. حالا این جهاد همش پراکنده است توی این قرآن. و آقای فلانی صدرالشیاطین میاد میگه نگاه کنید قرآن همش همینه، دست ببر، پا ببر، نمیدونم این کارو بکن، اون کارو بکن. در حالی که شما وقتی قرآن به صورت قرآن راستین به فارسی خواندین، متوجه میشید قرآن دو قسمته. یه قسمتش مکیه که حضرت محمد 13 سال اینه در مکه گفته، که از انجیل انجیل تره، از مثل گاتهای زردشته. یه قسمتش در مدینه است که تحت تأثیر سلمان فارس جنگی و اون میخواسته از ایران انتقام بگیره، بنابراین یک حکومت اسلامی درست میکنه اونجاست که ببرو جنگ بکنه و اینا بکنه. بعد متوجه میشین که قرآن دو قسمته، یکی قسمت مدنیش، یک قسمت مکیشه. قسمت مکیش که 13 سال بوده اینطوریه، قسمت مدنیش. بعد میبینید که در قسمت مکیش که مثل انجیله، مثل مثلا قرآن خودش بالاتر از اینام هست، یعنی تمام مجموعه های تورات و انجیل و اینا رو همه جمع کرده از محمد در قسمت مکیش گذاشته، اونجا میبینید یک بار لغت جهاد آمده و معنیش یعنی کوشش، جهد، یعنی کوشش کردن برای زندگی بهتر. ولی در آیات مکی مدنی، معذرت میخوام، که با سلمان فارس داشتن جنگ میکردن و نمیدونم میخواستن حکومت اسلام درست کنن، 40 بار لغت جهاد آمده. بعد اون موقع شما متوجه میشید که آقا قرآن دو قسمتش اینه. شما در این قسمتش همش از بهشت و خوبیا و از این قسمتش اینطوری اونطوری، بعد اون موقع میاد بازگری در اسلام میشه. این من اینه. و ما ایرانی ها به مجردی که مغلوب اعراب شدیم، آمدیم با سلمان نشستن، سلمان رفت در تیسفون و تمام بزرگان ایران بهش اینه گفتن. و وقتی که سلمان فهمید که اگر بخواد اینطوری نباشه، آمد به اون موقع عمر و عثمان و حضرت علی، گفت آقا ما مشکل داریم، اگر بخوایم قرآن به این شکلی که معرفی کردیم بکنیم، ما نمیتوانیم، باید قرآن یه طوری بکنیم که بتوانیم نیات جنگی و پیشروی خودمان درش متطر بکنیم. بنابراین قرآن بیاییم قاطی بکنیم، سوره 10 بذاریم سوره 1، سوره بقره که باید 87 باشه بذاریم سوره 2، که یه نفر که این قرآن میخونه اگر ما ازش استفاده بکنیم، استفاده جنگی مانه بکنیم، اون بابا هم که میخواد بره در مورد الرحمن و رحیمش و بسم الله شو این چیزا استفاده بکنه، اونم استفاده بکنه. ولی این قرآن باید اینطوری بکنیم. آمدن همه قرآن ها رو جمع کردن، من جمله مصحف علی که همینه، مصحف علیه، اینا رو جمع کردن، همه رو نابود کردن، گفتن از حالا به بعد شما 1400 ساله باید قرآن بخونید.
اینه که تو این قرآن داعش میاد، بوکو حرام میاد، القاعده میاد، هرچه مردم داد میزنن، بیداد میکنن که آقا والا به پیر به پیغمبر اسلام این نیست، اسلام دین صلحه، شما برید آیات مکیشه بخونید، هیچ کس باورش نمیشه. چرا؟ چون قاطی شده، چون نمیفهمن مردم. آقای چمنارا، یکی از دوستان نوشتن روی فیسبوک برای شما، چرا وقتی که من در دبستان بودم شاه و وزیر آموزش پرورش او اشعار فردوسی را در کتاب فارسی آموزش نمیدادند؟ ناگفته نماند که اولین چیزی که نوشته بودند توانا بود هر که دانا بود. اول این کتاب من نوشتم، از پشت کتاب بخونید. این کتاب روایتی مختصر از شاهنامه فردوسی و وضعیت کلاس اول دبستان کوشه راست صفحه اول کتاب درد با شعری از فردوسی شروع می شود. توانا بود هر که دانا بود. حالا دیدی شما کتابات مولی که دانه کش است. آقای چمنارا، حالا دیدی من کتابای شما رو خوندم، درسم هم حفظم. بله. خیلی ممنونم، ولی امروز شما به نظر خسته به نظر میرسی، نمیدونم چرا. چون والا خسته نیستم، ولی من خستم از این نظر که من دارم میگم که آقا بعد از 20 سال یه نفر یه جوانی پیدا شد به اسم فخرآور. اولا بذارید من که از شما کوچکتر و جوانتر هستم نصیحتی کنم به شما. بله. چون گفتید شما فخرآور نرو. نه اصلا ببینید شما چی پیش قضاوت میکنید. و چون گفتید معلمتون بهتون گفته که صحبت کردید دیگه صحبت نکنید، به ایشون بگید که این حرف خیلی اشتباهه، دلیلش هم بهتون میگم. اگر این درست بود، آخوندا، پدر روحانیا یه بار، دو بار، ده بار، صد بار که صحبت میکردن، 2000 سال این داستان بایبل رو برای ما نمیخوندن. دوستان هر هتلی که شما میرید یک کتاب اونجاست که اگه شب کانالایی که نگاه کردید خوب نبود اون کتاب رو باز کنید. به قول شما داستان کربلا رو 1400 سال برای ما نمیخوندن. متاسفانه باز این یک نصیحتی بوده که این معلم شما، دوست شما به شما کرده و این دنباله همون اشتباه شما بوده که این کتاب مقدس گذاشتید. اونم دیگه گفته آقا کتاب مقدس تو نوشتی، بذار بالای تاقچه برو دنبال تفریح. اینش خوشحالم که شما میخندید، امیدوارم پیوسته دلتون شاد و لبتون خندان باشه. ولی موضوع فخرآور باعث شد که ما دوباره بیاییم با بحثای محل. هنوزم که هنوز همه دارم بعد به فخرآور میگم. من حرف آخرم اینه که آقا فخرآور آمده یه حرفی زده برده تو کنگره، اینه گفته. شما بهتر میتونید، مگه شما خودتونم نرفتید تو کنگره؟ بله من وقتی آقای شاهزاده بعد از چیز نرفت در کنگره، 4 دفعه رفته. بله. حرف برش همی بود که آقا 1 میلیارد دلار به من بدین من میرم رژیم برای خب. ببینید تفاوت من با شما همینه، من چون برای مجاهدین رفته بودم، برای همین آقای شازده البته با کنگره نرفته بودم، توی نشنال پرس کلاب رفته بودم. به این دوستان مثل آقای شهافر که خیلی اکسایدت شده بودن که یه آمریکایی یه نامه نوشته برای ایشون، به ایشون گفتم که آقا گول اینها را نخورید. اینجا من یک، حالا نمیخوام بگم، یه ماجرایی بود قبلا، یک بیزینسی بود یا ایرانی داشت با یه نفر، یک کسایی هستن دور این خدا آقای چمنارا، کاش که فیلم بردارم از اینا نشونتون بدم، دور این کنگره میچرخن. میدونم آقای، بذار من براتون داستان کارچاخ کنم. کارچاخ کن. بله بفهم. اصلا این مسئله اینی که فلان کانگرسمن رو نمیدونم فلان کسی که ملاقات بکنی، اصلا من کوچکترین، به خاطر اینکه سیاست آمریکا یک سیاستی است که تعیین میکنه. آقا مگه شما 5 ماه پیش یادتان نیست مردم چه خوشی میکردن این ترامپ میاد؟ یارو آمده بود، البته پاپیونو خیلی شیک و اینا، که بله وکیلای ما رفتن با وکیلای آقای ترامپ، ما وکیلشو برام میکنیم. آقا جان سیاست آقای ترامپ هم حتی تعیین نمیکنه. الان سیاست آمریکا اینه که میخوان 1 تریلیون اسلحه بفروشن و فروختن، قراردادش هم گرفتن. آفرین. این دیگه حالا آقا به ایران حمله، ایران هم بهش گفتن، مگه به یادتون نیست مشروب گفتم آقا فشفشه کشگل گفت چرا میگی فشفشه؟ آقا برنامه اینه که تو فشفشه ته بکن آسمان، ما بریم زده فشفشه به اینا بفروشیم.
تو این کارو بکن ما این کارو میکنیم که اسلحه فروش بره. تا زمانی که این اسلحه فروش نره، مصرف نشه، این سیاست همینه. آقا جان دارم به شما میخواستم همینه بگم، بخوره باور کنید. برای من اصلا این چیزا مسئله افتخارم نیست، ولی من در سال 77 یعنی حدود 20 سال پیش اوائل چیز ما توی یوپی بودیم، توی مید امریکا کامیتی هم بودیم. وقتی که آقای خاتمی شد، من با آقای تاماس ماینر گفتم آقا به یه هیئتی ببریم ایران. گفت آقا گود آیدیا. تلفن رو برداشت، با مدلن اولبرایت صحبت کرد، آمد شیکاگو با ما تا. ولی خود مدلن اولبرایت به من گفت وقتی میرید اونجا شما یک کلام در مورد بیزنس صحبت نکنید، به خاطر اینکه ما تمام این ایرانیایی که شما میبینید از اون رفسنجانیش بگیری اینا همشون با ما ارتباط داره. بله. اصلا بر نقشه یه چیز دیگه است. ما اصلا ایش کاره، ما باید ایرانیا به فکر خودمان باشیم. ما باید مجاهد، توده‌ای، سلطنت طلب، نمیدونم اینا ببینن بیان یک دقیقه بشینن بگن آقا مشکل این مملکت چیه؟ مشکل ما از 1150 سال پیش زمان مظفر ناصرالدین شاه یک کلمه رو نوشتند، قانون بوده. انقلاب مشروطه ما اسمش انقلاب قانون اساسی بوده. رضا شاه کبیر از ایران بیرون کردن، جشن گرفتن مردم به خاطر قانون اساسی اجرا نکرد. شاهنشاه آریامهر این همه محبوبیت، این همه خدمت از ایران بیرونش کردن. سلسله پهلوی منقرض شد به خاطر قانون اساسی بوده. تمام این قانون اساسی مشکل اصلی مملکت ماست. آقای چمنارا اجازه بدید چنین قانون اساسی بنویسید. اجازه بدید چون به پایان وقت رسیدیم من از شما یه سوال کنم در رابطه با قانون اساسی. شما نظرتون در رابطه با قانون اساسی مشروطه که 1307 یا 1309 1285 نه 1900 ببخشید 1907 نظرتون راجع به اون چیه؟ چون دکتر نصر احمدی میگه این دلیل بیچارگی ما ایرانی ها بوده که حالا من با خود نصر احمدی ساعت ها نشستم صحبت کردم، گفتم آقا خودته برای یه لحظه بذار در مورد 1906 چه چیزی بهتر از این میتوانستی تهیه بکنی. آقا خب نه الان اگه میخوایم ببینید، الان اگه میخوایم یه چیز بهتری باشه، اینو من برای دوستانی میگم مثل آقای فواد پاشایی و دیگران، اگه میخوایم یه چیز بهتری باشه چرا بریم دنبال اون و بگیم چون این هست باید بچسبیم به همین؟ نه من دارم دوستان نصر احمدی اینه گفت، تایید کرد، گفت آقا قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب بهتر از جمهوری مشروطه است. خیلی ممنون. من دارم میگم اون تاج رو سرش بود، این عمامه رو سرش گذاشته. به همین دلیل من گفتم آقا قانون اساسی مشروطه رو شما بردارین، به جای کلمه شاه بنویسید ولایت فقیه. آره همین رو گفتید که بعد اختیار بسیار ممنون. آقای چمنارا برای که حقی از شما ضایع نشده باشه، اگر باز صحبتی دارید دو سه دقیقه میکروفون در اختیار شماست، اگر نه از شما یه قولی میخوام بگیرم چون نامه آقای دکتر واحدی رو برای شما فرستادم، اتفاقا تیمسار آریانپور هم لطف کردن پاسخ دادن در یه برنامه درباره نوشته ایشون درباره قانون اساسی و رئیس سنا آقای فخرآور با هم صحبت کنیم. از اینا رو از علت اینکه اصلا ما آمدیم فقط یک نکته بسیار بسیار جالبی بود که تیمسار آریانپور فرموده بودن و ایشان چون واقعا مورد احترام همه مازد جب و راست و نمیدونم بالا و پایین اونا و او باعث شد در مورد کوروش بود که آقا کوروش در اونجا به اسم چیز نشده و من اینه به صورت ایمیلم جواب دادم خدمتشان که آقا علت اینی بوده به خاطری که ایران ما وقتی که 1400 سال پیش عرب آمدن همه چیز از بین بردن. 400 سال ما اصلا هیچی نداشتیم. شما نگاه که الان وضعیت کنونی ما بوده، اصلا کتاب های درسی بچه های ما رو عوض کردن. اون موقع 400 سال فردوسی آدمی بود میخواست این برد، بنابراین بلند شده از توس از باج دهش بلند شده، آدم پولداری هم بوده، سفر کرده رفته تاجیکستان، رفته هرات، خدای نامه رو در آورده، شاهنامه ابو منصوری در آورده، نمیدونم مال دقیقی برداشته آمده از توی اینا. توی خدای نامه به جای کیخسرو به جای کوروش کیخسرو. حالا اگر فردوسی میرفت بغداد
میخواست مثلا تاریخ باستان ایران پیدا بکنه، مثلا فکر میکرد باید برم تیسفون و میرفت بغداد، اونجا دست خلیفه بود، خلیفه بهش میگفت نه تو اینجا که ما چیزی نداری، باید بری این از یونانیا بگیری. خب بلند میشد میرفت پلو، اون موقع کی بوده؟ پاپ بوده. پاپ میگفته که ما چیزی نداریم ولی تو باید بری این از اون سیروپیدیا نگاه بکنی. اون موقع تو شاهنامه میشه سیروس، بعد یه نفر میامده میگوده اگه این نوشته سیروس پس کوروش کجاست؟ این چیزی بود که باعث شد که اصلا این نامه آقای بیاد. و بعدش هم دوستان دیگری جواب دادن و همه هم در تایید همین صحبت دادن که آقا فردوسی هیچ دستش نبوده، نه میخواسته رفته یه سری اسناد و مدارک از توی ایران بود و خراسان بزرگ اون قسمت شرقیش تاجیکستان و هرات و اون طرفا پیدا کرده آورده یک منظومه درست کرده. و خود فردوسی هم میگه بسیاری از این افسانه است. ما در مورد اشکانیان هیچی نمیدونیم، در این کتاب فقط یک صفحه در مورد اشکانیان نوشته شده، یک صفحه. بله، در حالی که بزرگترین شاهان ما شاهان اشکانی بودن، شاهان دموکراتی بودن. فردوسی هیچی دستش نبوده، از روی هیچ آمده اینه درست کرده. شما همین سه صفحه اول این شاهنامه رو بخوانید ببینید پیدایش فردوسی چطوری کرده که 800 سال بعدش مثلا داروین میاد یه چیزی صحبت میکنه که هایی تربیت داروین میزنه ده. بعد میان بیگ بنگش میگه که اول این زمین مذاب بوده. حالا چرا؟ چون اینم که نه اینکه خود فردوسی اینا رو میدونسته، همزمان بوده با بیرونی، با ابو علی سینا، با رازی، با اینا شاید رفیق نبوده ولی کتاباشون رو خوانده با هم بوده. بنابراین همه افکار اونها رو جمع کرده گذاشته تو فرد. بنابراین شما وقتی که این کتاب میخوانید میبینید همین دو صفحه، دو سه چهار صفحه اولش بخوانید میبینید که آقا ممنون. حرفی که میزنه حرف بینگ بنگ میزنه، آقای چمنارا که اینطوری شد درخت اینطوری بود، بعد آدم اول کج بوده بعد راست میشه، داروین اینه گفته، پس اینا را کجا؟ نه این که خودش اینا را تحقیق کرده، 40 سال طول کشته که این کتاب نوشته. بعد یه ادامه میگه آه محمود غزنوی به این پول مرد حسابی. این وقتی که این شروع کرده به این کتاب نوشتن، محمود غزنوی حتی سربازم پدو سامانیان نبوده، بعدن سردار شده. وقتی که فردوسی این کتاب تمام میکنه بهش میگن آقا برو این کتابته برای که چاپ بشه، به خاطری که مثل امروز که نبوده آقای هروی یا من بیم بی کتاب ما 700 دلار بریم چاپ بکنیم، بعدش هم آقای مردم بیاد، تلویزیون مردم بیاد اینا برام تبلیغ بکنه. اون موقع باید میرفتن به شاه میدادن، اینم رفته داده به حسنش، فهمیدم نفهمیده این چیه، بعدن فهمیده اینه که. بعد چطور شده این کتاب رفته تو قهوه خانه های ایران، بعد طریق قهوه خانه ها. حالا اون دوست بسیار دانشمند ما که میخواست یه مثلا فکر من عصبانی میکنه که آقا شاهنامه کتاب قهوه خانه. بله استاد محترم دکتر عزیز، شاهنامه کتاب قهوه خانه است و این قهوه خانه مردمان ایران بودن، این مردم ایران بودن که این کتاب برای ما نگه داشتن، نه شاه سلطان محمود غزنوی، مردم بودن. چرا این؟ چون داستان مردمه، داستان هویت ماست. آقای چمنارا ممنونم از شما، از وقتی که به من دادید. خواهش میکنم، با امید دیدارتون و با هم در تماس باشیم. خدا حافظ شما، بدرود، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای سهراب چمنارا بودیم. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ایشون مستقیما تماس بگیرید، یکی با صفحه فیسبوکشون به نام سهراب چمنارا، یکی با وبسایتشون قانون.org، فکر کنم چمنارا.net هم کتاباشون اونجا هست و مجانی کتابا رو میتونید دانلود کنید و داشته باشید. دو سه تا حرف جالب هست. باز بهتون گفتم یه دوستی می من گفت که شما باید میرفتی وکیل و دادستان میشدی، چرا رفتی معلم شدی؟ گفتم چرا؟ گفت خیلی چیزا رو زود میگیری در پاسخ اینها بهشون. گفتم شاید چون معلم بودم مجبور بودم با بچه‌ها میدونید که باهوشترین سریعترین نسل هستن، مجبور بودم یه جوری تیز باشم تا بتونم از عهده این بچه‌ها، اونم بچه‌های هنرستان، افرادی مثل علی ترابی بر بیام. ببینید خود آقای چمنارا الان تو صحبتاشون
میگن 1400 سال پیش اعراب تمام کتابای ما رو سوزوندن، هیچی نداشتیم. بعد میگن که فردوسی بلند شد رفت تاجیکستان، رفت هرات، یادشون نیست که اون موقع همه اینا جزو ایران بوده و این کتابا بوده. الان بزرگترین کتابهای فارسی توی تاجیکستان هست. آقا خانم ما چی کتابی داشتیم؟ خودمون از این ور میگیم روی گل مینوشتن. اصلا صنعت کتاب و اینها از کی آمده؟ چجوری از چین؟ چجوری چه کدام؟ والا من نمیدونم. یکم دیگه ما بریم بعد ما رو متهم میکنن که داریم از اعرابی که کتاب سوزی رامینداختن دفاع میکنیم. نه آقا، کتاب سوزی رو آقای کسروی میکرد، اونم به اصطلاح باید سرزنشش کنیم. ولی ما عاشق میشیم، میایم از شاه بت میسازیم میشیم شاه اللهی، از فردوسی بت میسازیم میشیم فردوس اللهی، از مصدق بت میسازیم میشیم مصدق اللهی. خود شما داری میگی که این چیزا مال شاهنامه اونا مال فردوسی نبوده، رفته جمع آوری کرده. خب اگه جمع آوری کرده، اعتبار هر صفحه و هر نمیدونم چپترشو به اونی که نوشته بوده بدیم، بعد ببینیم اون تو چه زمانی نوشته. خود شما میگید که ایران توی شاهنامه مثلا این همه بار آمده، بعد نگاه میکنیم میگن بابا اصلا ایران نبوده، پرژیا بوده، پارسیان بوده. یعنی ببینید، من برید برنامه امروز یه بار دیگه نگاه کنید، من هی ساکت شدم که آقای چمنارا، شما که از فخرآور اینقدر دفاع کردید توی چند روز قبل از کنگره، چرا در کنگره نبودید؟ تو یک جمله ایشون جواب داد، البته نمیخواستن جواب بدن، من همون وکیل و دادستان بودن. حالا این دوستم کامران و آقای ایران بومی میگه آقا پاتو کف شما نکن. دوباره پرسیدم، پاسخش رو گرفتم، پاسخ خیلی ساده است. آقای چمنارا خندیده به فخرآور، به خودش گفته برو پسر 20 سال پیش ما این کار کردیم به هیچ نتیجه ای نرسید. ولی ای کاش بهش میگفتید که بدبخت خودش اینجوری خودش رو سنگ روی یخ نکنه. البته اون سنگ روی یخ نمیشه، این من میگه من پسرک چی جذاب نمیدونم پسرک فلان، من بهش میگم بچه پررو، پسرک گستاخ. حالا من نمیدونم کی تا حالا گستاخ بودن توی فرهنگ ما خوب شده. آها، من پسرک گستاخم، اینو فخرآور رو خودش گذاشته. والا دیگه پسرک هم نیستی، اگه وقتا یکی دنبالت میمده برای پسرک دیگه حالا خیلی پسرک هم نیست. اون موقع تو ایران هم به خاطر چش سبزی و چش زاغی تو چش آبی دنبالت میمده، اینجا پر چش آبیه، تو بچه پر رو هستی. و بله ممکنه این از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره پولی بسازه، ولی این وسط ببینید کیا بازیچه دستش شدن. حالا بازم صد رحمت به این آقای چمنارا که نیامده، با وجودی که همین شیکاگو بوده، بغل خودمون بوده، یا الینویز و شیکاگو دیگه. بله بنده خدا شهافر بلند شده از اون ورد کره زمین آمده، بعدم خوشحال که بهش گفتن آقا شما باشو سناتور ایران. آقا مگه سناتور رو قرار کسی منصوب کنه؟ شما دارید دنبال این میگردید که شاه منتخب مردم باشه، اون وقت سناتور رو میخوان انتصابی کنی؟ کارمون خرابه. و اما سیاست های آمریکا و کشورهای غربی دیگر و عکس العمل کشورهای ضعیف، مخصوصا افراد ضعیف. دوستان برید این روی فیسبوک گذاشتم، بذارید عکسشو بهتون نشون بدم. این آقایی هست به نام جان پیلگر، من قبلا هم مصاحبه ایشونو گذاشتم نشون دادم، ژورنالیست محقق. و ببینید چی میگه. بله این دوستون میگه دو تا بیت از یه شاعر که آموزش اشعار شاعر نی فقط و توانا، فقط همین و دیگر هیچ، در حالی که فقه اسلامی مزخرف را تکراری هر سال در کتابها نوشته و تدریس میشد. آفرین. من یه مصاحبه کردم سال 2002، 15 سال پیش، با آقای دکتر منوچهر گنجی. برید اینو توی یوتیوب پیدا کنید، بنویسید سوربی
دکتر گنجی. دکتر گنجی میگه آقای سربی، کتابای درسی ما رو دکتر حسین بهشتی و دکتر اون یکی دیگه کی بود همیشه اسمش یادم میره، قفوری بود، قفاری بود، کی بود، آخوند تیرانداز اصله میگرفت دستش این بر بر، میگه اینها مینوشتن، شاه به اینا پول میداد، اینا مینوشتن کتابا، نمیدونم نروژ کجا چاپ میشد میومد، کتابای ما اونجا چاپ میشده. دوستانی که هی فکر میکنید که چرا نمیدونم ما هنوز به خارج احتیاج داشتیم، حتی قدرت چاپ کردن کتابای درسی رو نداشتیم در دوره شاه. کشور کجا صنعتی شده بود؟ کشاورزی رو خراب کرد با اون انقلاب سفیدش، سیاه کرد وضع کشاورزای بدبخت رو، که بابا اقلا کار میکرد، شب تو خونه خودش میخوابید، تو حلبی آباد نمیخوابید. صنعتی رو هم پیکان مونتاژ، نمیدونم کولر آزمایش مونتاژ، موتورش مال اینجا مال اینجا، یه چی میچسبون، نه هر قسمتش که مال خود ایران بود افتضاح بود. این همین کاری که الان ایران آخوندا میکنه، ماشین پراید میسازیم، کجاست ماشینی نمیدونم فلان میسازیم، یا از کره میگیرن یا از انگلستان میگیرن، از یه جایی میگیرن میچسبونن به هم. مثل من یه دفعه مثلا خیلی خوشحال شدم، رفتم تو خیابون داریو چهار تا ترانزیستور رو چی خریدیم گذاشتیم، یه رادیو درست شد. آقا یکی نبود ما بگه این رادیو که شما درست نکردید، شما چهار تا چی رو مونتاژ کردید به هم، نقشه هم داشتید، شده رادیو یه موج. کارمون خیلی خرابه، یادتون باشه. و اما قهوه خانه و کتاب شاهنامه، یه چیزی رو امروز آقای چمنارا درست گفتن، خوبم گفتن، قشنگم روش اصرار کرده. این ماجرای قهوه خانه و اینها هست. بله این قهوه خونه اگه نگاه کنید، بعدم اینایی که ادعای روشن فکری کردن کجا بودن دوستان؟ کافه نادری، نمیدونم فلان رستوران. من یادم اصلا معلمای ما اونایش که کمی روشن فکر بودن، یا ما میگفتیم این خیلی میفهمه، اصرا همشون توی این رستوران ها تو خیابون زن، یکیش پاتوقش این بود، یکیش پیتزا شاپ بود، یکیش اون بود، فلان این، و هیچ اشکالی نداره. همین الان من پارسال انگلستان بودم، وقتی شما تو اون کشتی میری تور بهت میدن، از یه جایی رد میشی میگی که این رستورانیه که پاپ، پاپ یعنی جای پابلیک هاوس، بعدا شده پاپ، جاهایی که مردم دور هم جمع میشدن، که الان یکیش رستورانیه که شکسپیر 400 سال پیش چقدر اونجا میرفته مینشسته با دوستاش، لابد چپقی میکشیدن، سیگار بنگ و منگی دود میکردن و مینوشتن. ولی اگه شما بگی کتاب شکسپیر کتاب سیکرد مقدس، دیگه کسی بهش دست نمیزنه، دیگه اولین سال انگلیسی که میخوای بخونی نمیدن دستت بگن برو این بیار، خراب میشه. من فکر کردم که آقای بیژن خلیلی به اصطلاح اینو اشتباه بزرگ کرده، به کتاب ایشون لقب مقدس رو اضافه کرده، ولی مثل که خود آقای چمنارا تحت تاثیر چیزی قرار گرفته اینجا. بله این دوست رو میگه آقای سربی چی میگی، سکه های پهلوی در خارج از ایران ضرب شد، ضرب میشد. والا نمیدونم، یه چیزی بگید، فکر کنم اون وقتا فقط زیشواری ها بود، میگه پارچه اصفهانه، که بعدم چقدر ما خوشحال شده بودیم این زیپرانی های کاپتان اومده بود، چاینیز بودن کجایی بودن، یا اون شورت های فروت بلوم، یا که عکسای میوه و اینا روش بود، که منم هیچ وقت رابطه میوه و شورت نفهمیدم، تو شورت هامون میوه داشتیم. در هر صورت کارمون خیلی خرابه دوستان، یادتون باشه اگه یه وقتی بنده از بین رفتم این جمله مال منه، کارمون خیلی خرابه، اوضاع ما خرابه و کار ما از بی خرابه و اینا، نه این جمله سه کلمه‌ای کارمون خیلی خرابه، که اگه نگاه کنید فعل داره، فاعل داره، مفعولم داره، سه کلمه. منی که همیشه میگم فارسی بلد نیستم، تو سه کلمه فعل فاعل مفعول گذاشتم یک جمله کامل. ولی دوستانی که ادعای نویسندگی میکنن، شما ببینید از بالا تا پایین مینویسه، شما نمیدونید این جمله هنوز فعلش کجاست، فاعلش کجاست، مفعولش کجاست، کی جمله تموم شد، کی نقطه بذارن. خب یه نواری قرار شد اینو به شما نشون بدم، این آقای جان پیلگر، این توی این ویدیو نوشتم از دقیقه 15 هم نگاه کنید،
ببینم توضیح میده و جالب اینه که درست یه روز قبل از این آخرین انفجار که روی پل انفجار نببخشید حمله تروریستی که با ماشین و کارت، دوستان نگاه کنید من و شما رو میگن لپتاپ نیارید، نمیدونم شلوارتون رو در بیارید، کفشتون رو در بیارید، آیسیس هی خودش عوض میکنه، میگه اوکی ناراحت نباشید، ماشین میتونید کرایه کنید، با ماشین برید بزنید به اینا، با چاقو بیافتید به جونشون. 7 نفر کشته، 60-70 نفر اگه اشتباه نکنم زخمی. چرا؟ طرف شنبه شب یه ماشین رو پل لندن، من اصلا جرئت نکردم برم اونجا با کشتی از زیرش رد شدم، چون همش ترافیکه، یا باید تو تور این دو طبقه ها باشی تو ترافیک، گفتیم با کشتی اقلا بهتر، روزای معمولی نیم ساعت طول میکشه از این ورش بری اون ور، چون یه جای توریستیه و این ور اون ور شهر رو به هم وصل میکن. این سه تا احمق نادون تو زندگیشون هیچی ندارن، بعد معمولا اینا روزای آخری هم که دیگه میخوان برن خودکشی کنن، اگه کردیت کارتی دارن، پولی دارن، اگه نگاه کنی میره کجا خوش میگذرونه، هر چی دلش میخواد میخره، اون یکی پولاش در آورده و داده به خواهرش، بعد میرن میزنن اینا. این آقای جان پیلگر توضیح میده، میگه این، گفتن آقا این است که برنامه من رو نگاه میکنه، میگه این همون چیزیه که ما اسلحه میسازیم، میندازیم، بمب 1000 تاشون رو میکشیم، توی خبر 1 ثانیه هم روش مکس نمیکنیم، ولی اون بمبه که افتاده اونجا ور میداره بچه تیک تیکاشو بازی میکنه، نوشته نمیدونم UK United Kingdom یا نوشته Made in USA، اینا اون موقع تو مسجد هم میگن بفرما ببین کی خواهرتو کشت، همه اینا هم که 10 تا خواهر دارن، 8 تا برادر دارن، یکیشون کافیه ناراضی باشه بیاد این کارو بکنه. چجوری میخوان جلو اینا رو بگیرن؟ حالا خانم ترسا می میاد میگه enough is enough، خانم خیلی وقت قبل دیگه کافی بود، شما چه کار کردی اون موقع تا حالا که حالا میخوای انجام بدی و فکر میکنی جلوشو میگیره؟ انتخابات انگلستان نزدیکه، اینا فعلا دعوای چیز، ولی یه چیزی جالب بود، نمیدونم شما هم دیدید یا نه، تو خبرها اومده بود که این ماجرا به اصطلاح staged attack، staged اینجا وقتی که میدونید نمایش و صحنه روی استیج انجام میشه، وقتی که یه چیزی رو میخوان بگن فیلم بازی کرده بودن، ساختنی بود، میگن staged، یعنی این رو الکی درست کرده بودن. یه فیلمای امروز اومده بود، اتفاق آقای رضا سلامی فرستاد، دوستان دیگه فرستادن، روی فیسبوک خودشون هست، برید نگاه کنید، که میگو این اتک به اصطلاح این روی پل لندن و اینا هم بس که خیلی چیزهای ساختنی بوده، مثلا پلیسا وایسادن تو خیابون شلوارشون رو عوض کردن، لباسشون عوض کردن، اون عکسی که نشون میده بعد هی میگن 3 نفر کشتیم، حالا نمیدونیم شاید هم بیشتر بوده بیشتر نبوده. ولی یه سوالی من دارم، من خودم با وجودی که حالا جوونم نیستم دیگه، نمیدونم ورزشی بدونم و فلان اینا، ولی اگه یه کسی با چاقو داره مردمو میزنه، آقا صندلی رو بردار بزن بهش، شیشه، لیوان، تلفنتو پرت کن بهش، همه میرن زیر میزا قایم میشن، بعد اون دیوونه هم با یه چاقوی بزرگی میزنه اینقدر آدم رو از بین میبره. البته خب اینو میگیم، ولی یه چیزی هست به اصطلاح چی میگن، اون ضمیر ناخودآگاه یا ریاکشنی که یعنی عکس العمل، عکس العملی که شما اگه یه کسی یه بوق میزنه میپری والا، حالی ممکن دوستت باشه میخواد بهت بگه که من رسیدم، ولی کلا این عکس العمل، اونم که با ماشین میاد میفته توی جمعیت و اینها، ولی دنیای دیوانه دیوانه شده. من ببرم تو روی روی فیسبوک مردم تیوی و با هم یه نگاه کنیم، این آقا رو بهتون پیدا کنم و نشون بدم، آقایی که شما باشید، این آقای قشقایی میگه جانم براتون بگه، ما اینو نفهمیدیم جانم براتون بگه یعنی شما جان من، این من براتون میگم یعنی چی؟ این تعارفای بی خودی هست که ما رو متاسفانه از کار و زندگی واداشته، هممونو به دروغ گفتن دوچار کرده. ببینید دوستان، اینم به کهنه سرباز که از دیروز تا حالا که گذاشتم 100 نفر اومدن اینجا، امیدوارم حداقل 10 نفر سفارش داده باشه، این کلیسای ارتدوکس
و اون دوستی که سوال کرده این چیه، شما 7 دقیقه ویدیو رو نگاه کن ببین این مرتیکه گنده چجوری با این شکم چاقتر از من، با این مول کلوفتر از من، روی دوش، روی پشت این اول سواره، بعد اون دیگه پاهاش قدرت نداره، افتاده رو زمین، این پاشو میزنه، اصلا خطر شکستن دنده و اینها هست. در هر صورت بعد میان پایین، دوستان جدیدترین برنامه من رو میتونید توی مردم تیوی دات کام ببینید. صفحه اصلی ما، صفحه مردم تیوی دات کام کارا رو آسون کرده. به جایی که از اینجا بپرید اینجا، بپرید اونجا، یه جا همه چی هست. یه دوستی گفت آقا این آقای شهافر یا دیگری که گفته آقا شما اینجا نوشتی این کار نکرد، بیاین اونجا، بهش بگو آقا شما برو فلان تلویزیون عقب افتاده رو نگاه کن، نوشته اگر با آیپد یا با فلان میخوای نگاه کنید یک کتاب توضیح داده. درسته که شما گذاشتی با هر چیزی ما دکمه بزنیم میتونه کار کنه. گفتیم والا ما شیرازی هستیم، شیرازی ها دوست دارن کارا خیلی ساده باشه. و اینجاست جان پیلجر یا پیلگر، ارتباط لیبی و کشتار تروریستی در لندن. دوستان از دقیقه 15 تماشا کنید، روی مردم تیوی روی فیسبوکش هست. اگرم ندارید فیسبوک، اولا نصف عمرتون تلف شده، حتما بیاین تا همش تلف بشه. دوما برای من ایمیل بزنید، ایمیل ما هست info@mardomtv.com. بهتر اینه که دو تا ایمیل بزنید، یکی usa.sorbi@gmail.com، یکی دیگه هم برای که یادتون نره info@mardomtv.com. و اما گفتم بهتون که اون دوستی که حالا یا به شوخی، میدونید بعضی وقتا شوخی های ما هم خیلی بی ربطه، بلد نیستیم شوخی کنیم، پرسید که حالا بابای شما مثلا تریاک نمی کشیده؟ اولا بابای من اگه می کشیده هم به من مربوط نبوده، هم به تو مربوط نیست. یک. دوما ببینید وضعیتی که یه چیز دیگه که من باز از شاعری و شعر و اینها بیزارم، نگاه کنید این آقا، وقتی من اینا رو میبینم اولا خیلی خوشحالم که هنوز هیکل من به بدی اینها نشده. این یک. حالا ببینید این آقا بزمی برای خودش راه انداخته، چایی رو سماور و نمیدونم شیرینی هم بغل و اینها، ببینید چی میگه. کیان با هم نشستن دل صحبت به روی غیر بست، صحبت زهر جا وانمون. ببینید من از اول ببخشم، شبی تریاکیان با هم نشستن دل صحبت به روی غیر بستن، به گوش آید صدایی از سماور، زبافور آیدش چندین برابر، به نوبت هر کدام حبی کشیدن، نبات و چای را با هم چشیدن، چو کل داغ شد قوغا نمودن، در صحبت هر جا وا نمودن. این رو تلگرام. حالا من از شما سوال میکنم، جامعه ای که طرف نشسته با این هیکل تریاک میکشه، اصلا فکر کنم از این انگشتر منگشتراش معلوم باشه این دلال ملالیه که یه جنسی از خارج میخره یا تو همون ایران خرید فروش میکنه، چون این هیکل به کار کردن اصلا نمیخوره که کار کرده باشه و اینا، فکر نمیکنه. جامعه ای که اینه، بعد ما بشینیم حالا شعر شاهنامه رو مقدس بدونیم، از اون ور بدویم دنبال قانون اساسی. فخرآور وقتی میخواد خیلی قانون اساسی شو چوب چپون کنه به اینها، میگه که قانون اساسی مثل قانون اساسی آمریکا که هیچ جاش اسم دین و مذهب نیاورده، ولی برید نگاه کنید ببینید قانون اساسی آمریکا، سوپریم کورت اینجا والاترین و بالاترین دادگاهش، بالاش آقای موسی وایساده با 10 فرمان. دوباره برمیگردیم به دوستان یهودی، این آقای مصطفی زاده حیف، نمیدونم چی شد، انقدر شاید منم اذیت کردم، اینقدر ایرانی ها اذیتش کردن، گو آقا ولم کن، رفت دنبال کار و زندگیش. گهگاهی لطف میکنن برای من مینویسن، ولی بالاخره کافی نیست. آقای مصطفی زاده وجود شما اینجا لازمه. و اما ببینیم دیگه چه براتون نوشتیم و اینها. بله یه دوستی داشتیم خانم مینوس ثقفی، ایشون طرفدار پروپا قرص پادشاهی،
و چند مدت ازشون بیخبر بودیم. امروز یه نامه اومده بود من برای دوستان که فرستادم، اسم ایشون هم توی لیست بوده و ایشون جواب دادن: با درود، این خطوط برای اعلان و آگهی نیست، ادب است به شما جهت کلیپ ارسالی. برای اعلان و آگهی نیست، خب ولی میتونم بخونم تو برنامه، نه نمیخوام که آگهی، یعنی با پول پخش میکرد، پول میگرفتیم از اون پخشش کنیم. به لحاظ احترام معروض میدارد که چطور حضرت عالی به دروغگو ایمیل میفرستید. شما خانم ثقفی ناراحته که چرا من بهش توی 16 نوامبر 2015 گفتم که به اصطلاح دروغگو هستن. خانم ثقفی اگر مهمان مایی تازه دل باش، شما باید بهتر از دیگران منو بشناسی. من همین که تو دلم هست، همین که توی مغزم هست به شما میگم، شما هم اینجوری قبول کن تا اینکه کسی بهت تعلق، چی میگن، تملق بگه برای که بخواد $10، $20، $100 از تون کش بره. و اما دیگه براتون چی گذاشتم، همون 15 خرداد 1342 شیراز، این ماجرای ما میخوایم پادشاه داشته باشیم مثل رئیس جمهور اسرائیل، باز یکی از حرفای قصار، کلمات قصار آقای چمنارا بود. من امروز 150 دقیقه با شما بودم و بستونه دیگه. گفت چی؟ بسته دیگه، سوختم، شعله رو خاموش کن. اگر ویدیویی دارید که مایل هستید از تلویزیون مردم پخش بشه ارسال کنید، با هزینه خیلی کمی براتون پخش میکنیم. آقای دوشوکی یه ویدیو تهیه کردن فرستادن، برای ایشون نوشتم آقا شما $50 هزینه کن تا منم به جای $300 بهت سرویس بدم. یه دوست دیگه ای یه ویدیوی فرستاده بود، گفتم آقا شما $50 به اصطلاح حمایت کن، گفتم هدیه، حمایت کن تا ما هم $300 به شما سرویس بدیم. این مفتخور بودن ما رو به اینجا رسونده. سعی کنید مفتخور بودن قدم اولی باشه که ازش دور میشیم. اجازه بدید تشکر کنم از دوستی که این پیام رو گذاشته و برای من خیلی جالبه. وقتی میگم ما طرز کار وایس میل یا پیامگیر رو یاد نگرفتیم، باید بگم خیلی از ما یاد نگرفتیم. بعضی ها مثل این دوستمون زنگ زده، اسمش رو گفته، فامیلش رو گفته، شماره تلفنش هست، بعد گفته که من میخواستم حمایت کنم، آدرستون دوبار نوشتم اشتباهی بوده یا هرچی، ممکن آدرس قبلی من رو داشتن. من زنگ زدم ایشون نبوده، من پیغام گذاشتم برای ایشون، گفتم که من برای شما تکست هم فرستادم، اگر تکست تلفنتون نمیگیره، و این یه اشکال تکسته که اگه نمیگیره باید برگرده بگه این تلفن تکست نمیگیره، دستگاه باید به شما بگه، ولی نه، مثلا 703 ما شما تکست بفرستی به شما نمیگه که این تلفن تکست قبول نمیکنه، به منم تکست نمیفرسته. این آقا امروز زحمت کشیده پیام گذاشته، گفته که آقای سوربی من پیام شما رو گرفتم، آدرس رو روی پاکت نوشتم و چک در به اصطلاح صندوق پستی گذاشتم. بذارید ببینم همینه. قصد فقط اینو دارم پخش میکنم که بگم من هم پیام شما رو گرفتم، ممنونم. سلام آقای سوربی، من ایزد. بله، اسمو میگن، فامیلو میگن، شماره تلفنو میگن، یعنی اول از خودش ترس نداره، دوم از من و دیگران ترس نداره، کار خلافی نکرده که بترسه. ولی شماها از خودتون بپرسید، دزدی کردید که خودتون رو مخفی میکنید، هیزی کردید که تحت اسم مستعار، ببخشید اون وقتا این تلویزیون رنگارنگ بیچاره میگفت اسم مستعار بدید، بعد دیگران مسخره میکردن، میگه هر کی میره تلویزیون رنگارنگ باید اسم مسترا بده. یه دوستی در رابطه با تلویزیون رنگارنگ پیام گذاشته از مسجد سلیمان، این برای اون آقای اوسانلو که میگفت که این تلویزیون‌های اینترنتی ضعیفن، نمیرسه به ایران. آقا تلویزیون‌های ماهواره‌ای هم ایرانی‌ها نگاه نمی‌کنن، شما دارن گولت میزنن، هی وقتتو میگیرن، پولتو میگیرن، بیا آقا تو این تلویزیون ماهواره‌ای جهانی.
ببینید این آقا از مسجد سلیمان، مسجد سلیمان یه سرگروبانی ما داشتیم وقتی اهواز خدمت میکردم، بچه اونا خودشون میگن مسجد سلیمان و بچه مسجد سلیمان و ایزه و اینها بود، آقای رابه، حالا نمیدونیم این دوستمون بشنوه یا نه، بشنوه. آقای سوربی سلام، از خوزستان مسجد سلیمان مزام میشن. یه پیام خواستم بدم به این خانم داور، همین داوره هست که خود او برتر خودشونه. چرا بهش میگی خانم داور؟ خواستم بهش بگم فاحشگی نکن. آها اوکی. فاحشگی آخر عاقبت خوبی نداره، چه برای سر شاه اومد چه برای سر پیناشه اومد، تو فرما جمهور اسلامی یه کرد سفیدی توش، چه برای سر صدام حسین اومد، مأمور سیاهی بود صدام حسین. درصد من اینو پخش کردم که بگم به اصطلاح پیام شما رسید و ممنون و متشکر، و برای داورم فرستادم، برای ایمیل داور فرستادم، حالا بهتون جواب بده، تو رادیوش پخش کنه، تو تلویزیونش پخش کنه، من نمیدونم در هر صورت، ولی من نمیدونم چرا به من داری میگی. خب به خودش زنگ بزن، این که تلفن باز میکنه میذاری صحبت کنه و عاشق اینه که شما زنگ بزنید فوش بدید اونم فوش بده. دوستان عزیز، باز هم از شما ممنون متشکرم که با تلویزیون مردم بودید. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، و اگر شما مخالف چیزایی هستید که من میگم، بیان مهمون برنامه من باشید، درباره اون چیزی که من گفتم شما مخالفشین چند دقیقه صحبت کنید، نه اینکه آقای شاهفر دو ساعت بیای هی بگی شاه خوب بود، شاه خوب بود، شاه خوب بود، آقا شاه خوب بود، شاه خوب بود. چرا اینجوری شد؟ میخوای بگی ملت خر بودن؟ نه آقا، ملت خر نبودن، ملت خر نیستن. برو یه چیز دیگه پیدا کن. روز و روزگارتون خوش، مرسی، به امید دیدار.